الهی به فضل خیش مرا بنواز و به عدل خیش مرا مگذار. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام شب شما بینندگان عزیز و ارجمند، به خیر. پیشا پیش تبریک عرض میکنم عید ولایت، عید سعید قدیر رو خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم همه ما به واقع ولایت مدار و در مسیر ولایت باشیم انشاءالله. خب برنامه هفته قبل الحمدلله خیلی بازخوردهای خیلی خوبی داشت، به ویژه علاوه بر صحبتایی که در برنامه رد و بدل شد، سخنان ناب امام خمینی رحمت الله علیه که بعد از مدت ها برای اولین بار بود داشت پخش میشد در اهالی رسانه و خبرگزاری های مختلف و همچنین مردم، ما عکس العمل خیلی خوبی رو دریافت کردیم. ممنونم از دوستان مطبوعاتی و رسانه ای که این در واقع ارتباط رو تنگاتنگ کردن و بیشتر ایجاد کردن. این چند روزی هم هست که دوستان عزیز ما در نمایشگاه مطبوعات درگیر هستن، اشاره که همواره موفق و معید باشند. همونجور هم که وعده کرده بودیم هفته پیش، نظرسنجی ما از این هفته، یعنی از هفته پیش که وعده کرده بودیم، علاوه بر یک هدیه ناقابلی که به سه برگزیدمون تقدیم میکنیم، در واقع در طول هفته دقایقی رو خدمتشون خواهیم بود، گفتگو میکنیم به نمایندگی از مخاطبانمون، به نمایندگی از مردم ایران، حرف و سخن و گفتگویی دارند و خصوص که باید به گوش مسئولان برسه ما بتونیم منعکسش بکنیم. ما از این هفته شروع کردیم و در خدمت دو بزرگوار از سه بزرگواری که انتخاب شده بودن بودیم، یه نفرشون به ما نرسید به اون قراری که داشتیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه دقایقی رو با ما همراه باشید و صحبت این دوستانمون رو بشنویم تا برگردیم انشاءالله در ادامه برنامه توضیحات رو خدمتتون عرض بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منصور باهو هستم، کاربند، سالهای پایانی خدمتمون هست. که چند سالتون؟ من 49 سال. محمد صالح سنیان هستم. سنیان؟ بسات سنیان. ما از محلم کف خیابونی. دانشجو مهندسی صنایع، دانشجو آزاد. نه فکر نمی‌کنم مثلا برنده شم که بیام اینجا با شما صحبت کنم. همینجوری اس ام اس دادم، گزینه 3 رو انتخاب کردم. این دنیا بالاخره اومده تا بحث اقتصادی، می‌خواد زیر دخان نظام رو بگیره دیگه، تار فردا که نیستش که موضوع. ولی الان مسئله به جای اینکه با هم دیگه به فرمایش رهبر معظم انقلاب عمل بکنن، تعامل داشته باشن، با هم دیگه همپوشانی بکنن، هم دیگه تقویت بکنن، متأسفانه می‌بینیم که در سایت ها، روزنامه، مصاحبه ها، حرف ها و حدیث ها شده که چیزایی که باید در حالا پشت به قول امروزه که پرده حل بشه رسانه‌ایش بکنن. تدبیر مسئولین دیگه، چیزایی که باید انتخاب کنن، تدبیر کنن، مملکت بره جلو. مجری باید در حوزه اجرا و وظیفه‌اش رو به نحو احسن انجام بده. مجلس اگه علمش داشتم حاضر بوده به مملکت هم دارم خدمت میکنم. وقتی ما این نظام حمایت کنیم یعنی حمایت از اوناست دیگه، از همون کسایی که دارن کار میکنن، هم سن و سالای منن، دارن تو انرژی هسته کار میکنن. حالا شاید من درسشو نخوندم به اندازه اونا پیشرفت نکردم، ولی باز دیگه وطنم دیگه. یا تو بحث غذا بالاخره ما میبینیم این موضوعاتی که در جامعه میبینیم بالاخره شده که بحث برخورد با مفاسد اجتماعی هست، با مواد مخدر هست، در بحث گرانی هست. خب بالاخره مردم باید ببینن این برخورد قوا قضاییه رو با این اشرار، با این کسانی که فساد میکنن و عرصه رو با مردم تنگ میکنن، مردم باید اینها رو ببینن. خب اینها کمتر شاهد هستن. این حرفه حالا من به عنوان کسی که بالاخره اینجا بوده میکنم وضع به وضع جوونا برسه، وضع بیکاری جوونا رو درست کنم، وضع اقتصادی مملکت رو درست کنم. این درسته فکر کنم در همه مردم درست شد و هم تشکر از زحمات مسئولین در همه بخش حاله میکنیم، ولی واقعا این نگرانی هست، این آزاردهی خاطر هست. خب اما امشب میخوایم در مورد یک موضوع قدیمی صحبت بکنیم که البته تو این 34 سال همیشه تازه بوده و موضوعی که از آغاز انقلاب با
اون مواجه بودیم تا انقلاب دوم یا همون تسخیر لانه جاسوسی از انقلاب دوم تا الان و همینجور هر روز به گونه ها و روش های مختلف باهاش مواجهیم. ایالات متحده امریکا که همیشه مدعی دموکراسی و آزادی بیان بوده از اول انقلاب اسلامی مردم ایران تمام قد در مقابل این انقلاب که برخواسته از مردم بوده ایستاده و همچنان هم ایستاده و تلاش میکنه و مردم ایران ما هم با تمام قدرت و وجودشون ایستاده، ولی همیشه تو ذهن تاریخی مردم ما نقطه آغاز دشمنی های آمریکا 28 مرداد 32 است که در این 33-34 سال شاید میشه گفت به نقطه اوج خودش رسیده. اما الان دیگه بحث دشمنی نیست، الان بحث یک رویارویی کامل هست. رویارویی از یک طرف ماکتی از به نام ابرقدرتی به نام آمریکا، ماکتی از ابرقدرتی به نام آمریکا و از آن طرف میدان هم ابرقدرتی نوظهور به نام جمهوری اسلامی ایران. در آغاز بریم یک گذر تاریخی میخوایم داشته باشیم با یک تصاویر مستندگونه‌ای از آغاز انقلاب دوم و پایان اون 444 روز معروف. برمیگردیم در خدمت مهمانای ارجمندی هستیم که البته میخوایم بیشتر در مورد مسائل روز صحبت بکنیم تا گذشته. این رو ببینید یک مرور تاریخی بشه، برمیگردیم با هم گفتگو شروع کنیم. سیزده آبان 1358 سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد و 52 نفر از کارکنان آن که مشغول جاسوسی در ایران بودند دستگیر شدند. دانشجویان پیرو خط امام سیاست‌های کلان دولت موقت را چندان با خواسته‌های انقلابی خود همسو نمی‌دیدند. آنها بارها اعلام کرده بودند دولت موقت به اندازه کافی انقلابی رفتار نمی‌کند. اتخاذ چنین مواضعی از سوی بازرگان سبب شد تا جوانان پیرو خط امام او را تا اندازه‌ای دور از خواسته های انقلابی مردم ارزیابی کنند و همچنان در فکر انجام رفتاری انقلابی بودند. اشغال سفارت آمریکا تصمیم جدی این گروه بود. آنها به خوبی اطلاع داشتند که بازرگان با چنین تصمیمی موافق نخواهد بود. اما زمانی که بازرگان به همراه ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در الجزایر با برژنسکی ملاقات کرد، کلید جریان تسخیر سفارت آمریکا را نیز زده بود، چرا که فردای آن روز یعنی 13 آبان 1358 دانشجویان پس از اطلاع از دیدار بازرگان و ابراهیم یزدی با برژنسکی تصمیم خود را عملی و سفارت آمریکا را تسخیر کردند. آنان در میان گروه خود سخنگویی هم انتخاب کردند که مواضع دانشجویان را به اطلاع مردم می‌رساند. دانشجویان به صورت روزانه اسنادی هم از داخل سفارت منتشر می‌کردند که نشانه ای از جاسوسی آمریکا در ایران را نشان می‌داد. اسنادی که از داخل لانه جاسوسی به بیرون منتشر می‌شد، همراهی مردم و دانشجویان را به حفظ این موقعیت امیدوار می‌کرد. مردم و گروه‌های سیاسی انقلابی و اسلامی هم همراه دانشجویان شدند. حزب جمهوری اسلامی هم با توجه به حضور نیروهای انقلابی در رأس حزب به دفاع از اشغال سفارت پرداختند. چنین مواضعی سبب شد تا دولت موقت به صورت رسمی استعفای خود را تقدیم امام کند. ما امروز با افکار عمومی انسان‌های دنیا روبرو هستیم. تبلیغات دشمن قوی است، اما ما سخن حقی داریم که اون سخن حق را باید به گوش همه برسانیم و میرسانیم. چه کسی ابتدا کرده است؟ چه کسی تعرض را آغاز کرده است؟ چه کسی دست از آستین ستم بیرون آورده است؟ ملت ایران میتواند به همه دنیا بگوید و به اثبات برساند که دولت امریکا نسبت به ملت ایران
تجاوز و تعدی کرده است. به حیثیت انسان‌های قهرمان و شجاع و فداکار این مرز و بوم اهانت کرده است. او دشمن این مردم را پناه داده است. طولانی شدن دوره اشغال و فعالیت‌های گسترده آمریکا علیه ایران اوضاع را برای کشور دشوار کرده بود. آمریکا در این دوره تبلیغات گسترده‌ای بر علیه ایران برپا کرد و حتی اقدام به حضور نظامی مستقیم در ایران نمود. هرچند که این اقدام نظامی در صحرای طبس با شکست مواجه شد، ولی همزمان فعالیت‌های آمریکا علیه ایران به شدت ادامه می‌یافت. و همین خاطر امام در اقدامی هوشمندانه دستور داد تا دستگیر شدگان زن و سیاه‌پوستان که در ماجرای جاسوسی دخالتی نداشتند را آزاد کنند. همچنین با فرارسیدن عید کریسمس شرایطی فراهم کردند تا گروگان‌ها بتوانند عید کریسمس را جشن بگیرند. در همین بین آمریکا سعی می‌کرد تا از راه فرستادن واسطه‌های خود این ماجرا را به نفع خود پایان دهد، اما همچنان امام با هوشمندی نقشه‌های آنان را نقش بر آب می‌کرد. ما میل داشتیم که گوش ما را یک وقت هم نغمه امثال آقای پاپ نوازش بدهد و استفسار کند که این ملت چرا به این طور می‌گذراند و از کارتر بپرسد، استیضاح کند که چرا یک همچه آدمی را شما مسلط کردید بر این ملت، لکن آقای پاپ چرا؟ ایشان چرا این کار را انجام میدند و واسطه میشند؟ این در حالی بود که گروهی از نمایندگان در مورد اثرات این اقدام دانشجویان دچار تردید شده بودند. به گفته آنها انزوای سیاسی، تحریم اقتصادی و جنگ محصول این اقدام بوده است، ولی گروه دیگری در این مورد نگاه دیگری داشتند. در نهایت آیت الله سید علی خامنه‌ای، آیت الله محمد یزدی، علی اکبر پرورش، آیت الله سید محمد خامنه‌ای، سید محمد کاظم موسوی بجنوردی، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری به عضویت این کمیسیون برای رسیدگی به موضوع در می آیند. کمیسیون پس از برگزاری چند جلسه در 11 آبان ماه سال 59 به تصمیم می رسند. پیشنهادها به اطلاع امام می رسند و امام برای هدایت این پیشنهادها 4 محور را تعیین می کنند: عدم دخالت نظامی و سیاسی آمریکا در ایران، آزادسازی سرمایه های ملت ایران، لغو تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال شاه معدوم. پس از تصویب شروط، دولت الجزایر به عنوان واسطه این شروط را در اختیار آمریکا قرار داد و آمریکا نیز ناچار به پذیرش شد. بنابراین 50 گروگان آمریکایی پس از 444 روز آزاد شدند. دولت آمریکا پس از آزادی کارمندان سفارت خود به هیچ یک از تعهداتش در قطعنامه الجزایر عمل نکرد و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی را برای ایران سخت‌تر نمود. حالا چندی بود که ایران وارد جنگی نابرابر با عراق شده بود. آمریکا به همراه دولت‌های غربی و دست نشانده خود به کمک صدام آمدند و ایران را مورد تجاوز نظامی قرار دادند. این خود بحران دیگری بود که کشور را تهدید جدی می‌کرد. بحرانی که 8 سال به طول انجامید. از الان تقریبا حدود 60 دقیقه وقت داریم در خدمت دو بزرگوار. امیدوارم بحثمون جوری جذاب بشه که ما بتونیم بیشتر وقت بگیریم و در خدمتشون باشیم. خب آیان حسین شریعت مداری، چهره آشنای عرصه سیاسی و رسانه‌ای کشورمون، و همچنین جناب آقای ابراهیم اصغرزاده، سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام، تصدیق کننده من جاسوسی و از چهره‌های سیاسی شناخته شده، امشب مهمان ما هستم. آقا خیلی خوش اومدید. آقای اصغرزاده خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دینستعین. بنده هم این اعیاد رو مخصوصاً پیشاپیش عید قدیر رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و در خدمتتون هستم. آقای اصغرزاده، منم عرض سلام دارم و تبریک میگم این ایام رو و درود میفرستم به روح شهدا، به خصوص شهدای دانشجوی خط امام. در خدمتتون. اگه اجازه بدیم ما نظر سنجیمون اول ببینیم، برگردیم بحثمون رو شروع بکنیم. با عزت.
نظر شما علت شکست سیاست‌های آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران چیست؟ 1. پیوند عمیق ملت و نظام اسلامی. 2. ضعف داخلی و بین المللی آمریکا. 3. قدرت گفتمان انقلاب اسلامی و گسترش آن. 4. پیوند عمیق منافع رژیم صهیونیستی با ایالات متحده آمریکا. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره پیامک 20333 ارسال نمایید. آقای شریعت مداری، بیشتر اونهایی که علت یا ریشه اصلی این تخاصم بین امریکا و ایران، ایران و امریکا رو میشنن نگاه میکنن، حالا تو این سالها مسائلی رو مثل مثلا تسخیر سفارت تو سال 58 یا از اون طرف پناه دادن به شاه از طرف آمریکایی ها مطرح میکنن، یا اگه عقب‌تر برگردیم برخی ها میگن ریشه اصلی برمیگرده به 28 مرداد 32 و کودتای امریکایی 28 مرداد. آره واقعا ریشه ها به این حوادث اینطور برمیگرده یا بعد ریشه اصلی رو در جای دیگه جستجو کرد؟ بله مثل بود که قرار عزیزان آقای اسفرزاده نخواهش بودن با اجازه ایشون. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید واقعیت این استش که ریشه اصلی در پیدایش انقلابه و اول میخوام عرض میکنم که 28 مرداد هم نیست. ماجرای 28 مرداد ماجرای گذرایی بود. مسئله از اونجا شروع شد که ما در با همت حضرت امام رضوان الله علیه و حضور و پاک باختگی مردم انقلاب اسلامی به ثمر رسید. درگیری از اونجا شروع شد که ما اسلام ناب رو بر کرسی حاکمیت نشوندیم. یعنی این اسلام ناب اگر مثل قبل به صورت تئوری باقی مونده بود، یعنی در صفحه از خان میموند یا احیانا در اوراق کتاب ها و کتابخونه ها باقی مونده بود، هیچ اتفاقی نمی افتاد، چون که قبلا هم بود نسخه ای بود شفابخش ولی هنوز پیچیده نشد. وقتی شما بر اساس، یعنی وقتی که شما اسلام رو بر کرسی حاکمیت می نشانید، چند تا اتفاق می افتاد. اولین قدم این هستش که وقتی شما اسلام رو بر کرسی حاکمیت می نشانید، معنیش این هستش که می خواهید به این نسخه عمل کنید. خب حالا این نسخه چه ویژگی هایی داره؟ 1. اسلام ناب ظلم ستیزه. یعنی اسلامی که ظلم ستیز نباشد اسلام نیست. اسلامی که به پرخوری مرفهان بیدرد و کلان سرمایه داران در کنار فقر و گرسنگی محرومان تن بدهد اسلام نیست. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. چون این اسلام ظلم ستیزه، اولین اتفاقی که میفته اینه که نظام سلطه در مقابل شما قد علم میکنه که این کارو کرد. ویژگی دوم اینه که چون اسلام یک باوره و جای باور قلوب آدم هاست، بنابراین مرزهای اون فراتر از مرزهای جغرافیاییه. یعنی شما نمیتونید بگید مسلمانان آن سوی عرس، آن سوی کوههای هندوکش، آن سوی مثلا آبراهه خلیج فارس، شما به رای خودتون، ما به رای خودمون. نه، اینطوری نیست. این انقلاب برای عبور و برای صدورش نیازی به ویزا و روادید نداره. یعنی به بیان دیگه هر جا که مسلمانی هست و هر منطقه‌ای که مسلمان نشین است، در معرض پیدایش چنین حرکتی قرار خواهد گرفت که امروز می‌بینیم هست. اتفاق سومی که می‌افته این هستش که محرومان جهان به شما دل می‌بندند، کما اینکه امروز می‌بینیم دل بستند. و اما اتفاق چهارم که اتفاق بسیار مهمیه اینه که اگر شما در مسیر حرکتتون مقاومت بکنید و مقاومتتون به پیروزی و دستاورد بیانجامه، دیگران هم ترغیب میشن که دست به چنین اقدامی بزنن. به نظر من درگیری از اینجا شروع شد. بنابراین درگیری ما و آمریکا درگیری ماهویه، یعنی ما به دلیل ماهیت هامون با هم درگیریم. این درگیری فقط در دو حالت تمام میشه،
یا اینکه ما از اسلام ناب در حاکمیت دست بکشیم، یعنی اسلام ظلم ستیز. یادتون حضرت امام در اواخر حیات طیبه خودشون عمدتاً، من البته دوست دارم بگم که در اون زمانی که حیات در قید امام بود، نه اینکه امام در قید حیات بود، در اواخر حیات طیبهشون بسیار روی یک خطر تکیه میکردن و اون اسلام آمریکایی بود. اسلام آمریکایی با اسلام ناب رابطهش مثل آب و سرابه، یعنی همه چیز داره اسلام آمریکایی، فقط ظلم ستیز نیست. و شما دیدید که تلاش زیادی شده و هنوز هم میشه که ما رو به اون سو سوق بدن. پس یا اینکه در حالت درگیری در دو حالت تموم میشه، یا اینکه ما دست از اسلام ناب بکشیم در حاکمیت ها، تو تئوری داشته باشیم کاری بهتون نداره، و یا اینکه آمریکا دست از خوی استکباریش بکشه. دقیقا همون تعبیری که حضرت امام ما رضوان الله تعالی علیه داشتن و میفرمودن، یا اینکه آمریکا از خر شیطان پیاده بشه. مادام که این دو اتفاق نیفتاده و چون در افق پیش روی این دو اتفاق دیده نمیشه، بنابراین درگیری هست، فقط میدانهای درگیری عوض میشه. خیلی ممنون. آقای فرزاده، چه اتفاقی افتاد که خب آمریکایی که زمانی ایران اون زمان برای رهایی از دو تا سلطه روس و انگلیس بهش نزدیک شده بود و خواست به عنوان قدرت سوم به نوعی بیاد یه موازنه ایجاد بکنه بین اون دو تای قبلی و مهار بکنه اون دو قدرت قبلی رو، سفارتش بعد از چند ماه از انقلاب، یک انقلاب مردمی، بزرگترین انقلاب تو اون زمان، تسخیر میشه توسط جوانان انقلابی پیرو به خط امام و در واقع یکی از دشمنان اصلی ملت ایران محسوب میشه. و بعدش هم میگه حالا اینم ادامه بدیم بهش که بعد از اون باستابش کار شما و دوستانتون تو عرصه سیاست داخلی خارجی ما چطور بود؟ احتمالاً انتظار ندارید وجود من و آقای شریعت مداری تو این جلسه متوجه یه سری مسائل کلیشه‌ای که هر روز گفته میشه بشه. من دلم میخواد توی این جلسه با استفاده از حضور ایشون یه مقداری جزئی تر و واقعی تر به قضیه بپردازیم. من ضمن اینکه علل اصول با کلیاتی ایشون فرمودند موافق هستم، اما اتفاقایی که اون ماهای اول انقلاب افتاد یه مقداری متفاوت هست. یعنی ما انقلاب کردیم و همونطور که ایشون هم فرمودند همراه با اون تصویری که حضرت امام از اسلام سیاسی داشت، مسئله امریکا هم متولد شده بود. یعنی هم جریان 28 مرداد و هم بعد بقایای 15 خرداد در اون اثر داشت، به خصوص اینکه امام کدهایی رو که میداد از کاپیتولاسیون و اینها کاملا مشخص بود که اولویت رو به مثلا جایگاه امریکا نسبت به بقیه کشورها میده. ولی بعد از انقلاب مردم راضی شده بودند، مردم قرار نبود بعد از انقلاب سفارت امریکا رو اشغال بکنن و اصلا دعواشون با امریکا یه دعوای ادامه داری دیگه نبود. درسته توی شعارهای انقلاب شعار مرگ بر شاه یا بعد از شاه نوبت امریکاست رو میدادن، ولی انقلاب که انجام شد روز 22 بهمن، سه روز بعدش چریکهای فدایی خلق حمله کردن به سفارت امریکا به صورت مسلحانه، ده ها نفرشون، و بعد به دستور دولت موقت و به دستور مقامات کشور اونها کنار گذاشته، یعنی رفتن کمیته حمله کرد، بالاخره درگیری شد، اونها رو خارج کردن از سفارت و سفارت تحویل مقامات امریکایی دادن. از اون روز به بعد تا اواخر تابستان سال 58، یعنی چیزی حدود 6-7 ماه که از انقلاب گذشته بود، دیگه اصلا بحث زیادی راجع به این که حالا نسبت به امریکا ما میخواییم چی کار بکنیم وجود نداشت. این همه منتظر بودن که امریکا انقلاب رو به رسمیت بشناسه. رفتار دولت امریکا در اون ماهای اول انقلاب، بیتوجهیش به انقلاب و نپذیرفتن در حقیقت و یا به رسمیت نشناختن انقلاب، باعث شد که یه پتانسیلی توی جامعه ایجاد بشه، یه پتانسیلی که نسبت به امریکا این حساسیت به وجود بیاد. با اون پشتوانه ذهنی که داشتن که یک زمانی دولت امریکا با یک اقدام کودتا مانندی دولت ملی دکتر مصدق رو ساقط کرده بود، این ترس به وجود اومده بود توی کشور که یک نقشه توی کار هست. خب اون ماها اگر آقای شریعت مداری تو ذهنشون باشه، یک نوع
بی‌اعتمادی داشت به شکل می‌گرفت تو جامعه نسبت به شعارهای انقلاب و به رفتار دولت موقت. این وضعیت باعث می‌شد که ذهن مردم به این سمت بره که ما مشکلاتمون یه مقداری مشکلاتی است که پیش بینی نشده است. بنابراین کشور انقلاب با یه بحران‌های جدیدی مواجه می‌شد که ما توش محاسبه نکرده بودیم. اقدام امریکا، البته یه خبرایی بود که مثلا بعضی از عناصر ساواک یا بعضی از افسران عالی رتبه ارتش شاه رفتن تو کشورهای همسایه دارن تدارک یک کودتا رو میبینن، این حرفا بود، ولی همه چیز به صورتی داشت جلو میرفت که یه حس بی‌اعتمادی نسبت به وضع موجود و اینکه چه باید کرد دامن خیلی از نیروهای انقلابی رو گرفته بود. نسبت به دولت موقت هم این حساسیت فقط توی ماها وجود داشت، یعنی نیروهای انقلابی که میگفتن دولت موقت ضعیف کار میکنه، یا مثلا یه مقداری آقای مهندس بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان لجاجت میکنه با امام، ولی دیگه اتفاق دیگه نمیافتاد، نه رابطه قطع میشد، سفارت امریکا کار خودشون میکرد. حتی وقتی خبرهایی به ما رسید که یه سری اسناد رو اینا خارج دارن میکنند و ما سعی کردیم دولت موقت رو تحریک بکنیم نسبت به اون قضیه، ولی خیلی حساسیت زیادی ندیدیم. پذیرش شاه توی امریکا موضوعش کاملا متفاوته، یعنی ملتی که انقلاب کرده بودن و شاه رو سرنگون کرده بودن حالا میدیدن دولت امریکا رو اعصابشون راه میره، یعنی داره تحقیرشون میکنه انقلابشون رو، چون داره شاه رو میپذیره. این حساسیت که در حقیقت از اواخر مهر ماه شروع شد و بعد ملاقات آقای مهندس بازرگان و برژینسکی که توی اون گزارش شما هم بود، باعث شد که جامعه خیلی تحریک بشه. ما دانشجوهایی که اون کار رو کردیم نقش بوعزیزی رو داشتیم تو تونس. بوعزیزی یه نفر لیسانسی سبزی فروشی بود که خودشو آتیش زد، ولی اون نمیدونست که چه اتفاقی خواهد افتاد. یه انقلابی تونس رو و نه تنها تونس رو، کشورهای شمال افریقا رو در بر خواهد گرفت. او یه جرقه بود. دانشجوی خط امام کاری که کردن یا این بود که نسبت به این مسئله، یه وضعیتی که توی کشور بود، یه راه حل پیدا کردن. این راه حل این بود که ما بریم نسبت به سفارت امریکا اعتراض بکنیم، واکنششون بدیم. سه تا راه حل اون زمان مطرح شد بین اون تصمیم گیرا و گردانندگان قضیه دانشجوی خط امام. من بودم، آقای میردامادی بود و آقای بیطرف که جای آقای دکتر میردامادی متاسفانه الان تو زندان هست که نباید باشه، و من فکر میکردم او باید به جای من در این مناظره یا چیز صحبت میکرد. ما سه نفر تصمیم گرفتیم که طرح اعتراض دانشجویی نسبت به اشغال سفارت امریکا رو یا به صورت رفتن تحصن کردن و یا حمله به اونجا رو بگیریم. تحلیل کردیم و دیدیم اگر ما حمله کنیم به سفارت امریکا، یک اقدام حرفه‌ای کردیم، یک اقدامی که گروه‌های سیاسی حرفه‌ای می‌کنن و قبلش هم شریک‌های فدایی کرده بودن و این شاید خیلی با استقبال مواجه نشه. بنابراین باید حتما خصلت دانشجویی داشته باشه. قرارم بود دو روز یا سه روز اونجا بریم تحصن کنیم، گروگان بگیریم، حرفامونو بزنیم، اطلاعیه‌هامونو بدیم. اطلاعیه اولی هم که نوشته بودیم همش صحبت از اعتراض بود. به هیچ وجه ما قصد این رو نداشتیم که یک تبیین ذاتی از تخاصم بین ایران و امریکا بگیم. اما اینکه اندیشه سیاسی حضرت امام تو چارچوبش، همونطور که آیه شریعت مداری فرمودن، جایگاهی داشت امریکا به عنوان یک هدف، من تو این شکی ندارم. اما دانشجو وظیفه‌شون این بود. بعد که رفتیم اونجا رو گرفتیم به عنوان اعتراض، اطلاعیه دادیم، بعد دیگه حوادثی رخ داد که واقعیتش من همیشه گفتم از دست ما خارج شد. ما دیگه بعد از اون خودمون نبودیم. یعنی حضرت امام روز اولی که این اتفاق افتاد و به شب که رسید، ما همه نگران بودیم که آیا این کارمون با استقبال مردم و حضرت امام مواجه میشه یا نمیشه، آیا کاری که کردیم خوبه یا بده، به خصوص اینکه حضرت امام اصلا در جریان نگذاشته بودیم به توصیه آقای موسوی خوئینی. و بعد خب تماس تلفنی که از داخل سفارت امریکا با حضرت امام برقرار شد، حاج احمد آقا اونجا با آقای موسوی خوئینی گفته بودن که حضرت امام فرمودن بچه‌ها کار خوبی کردن، اونجایی رو که گرفتن نگه دارن، و این باعث شد که یه مقداری به لحاظ ما دچار آرامش خاطر پیدا کنیم و فکر کنیم کار خوبی انجام بدیم. اما روز بعد که دیگه حضرت امام سخنرانی کردن و بعد استعفای مهندس بازرگان رو پذیرفتن و حاج احمد آقا، مرحوم حاج احمد آقا رو فرستادن که در حقیقت بازدیدی از محل سفارت داشته باشه،
قضیه برگشت، یعنی بلافاصله توده‌های میلیونی اومدن اطراف سفارت، بعد حضرت امام دیدگاهش توی تلویزیون مطرح شد، یه موج بزرگی برخاست و این موج اقدام دانشجویی رو، یک اقدام غیر حرفه‌ای رو تبدیل کرد به یک اقدام انقلابی و بعد یک سطح اون رو توی سطحی آورد که دیگه اون اتفاقات بعدیش و اینها ما توی اون هضم می‌شدیم، ما اداره کننده جریان نبودیم. به این تعبیر دانشجوی خط امام همون بو عزیزی هستن که گفتم این جرقه رو زدن. ولی اینکه چرا این اتفاق اینقدر گسترده شد و با استقبال همه مواجه شد، به خاطر شرایطی بود که توی جامعه وجود داشت. جامعه میخواست، این پتانسیل رو داشت و به همین دلیل هم توی کوتاه‌ترین مدت به یک اجماع و اقناع رسید، درست برعکس اتفاقی که توی سفارت انگلیس پارسال افتاد. سفارت خب. اجازه بدید اینو من بگم. به خاطر اینکه 9 دقیقه شد، آقا چون دقیقه صحبت کردم. قرار مسابقه اشکال نداره. من دقت میکنم که من فقط برای اینکه این تقابل رو بگم، سفارت انگلیس که سال پیش متاسفانه توسط عده‌ای از جوانای احساسی اشغال شد و بعد هم توسط بعضی از نیروها و از جمله روزنامه کیهان مورد استقبال قرار گرفت و براش تیس زدن، یک شکل کپی برداری و کاریکاتوری بود از اقدام دانشجو در اون زمان. اون یکی باعث تحول، باعث اعتماد به نفس ملت و باعث وحدت عمومی شد. این یکی باعث تفرقه شد و نه تنها کسی ازش حمایت نکرد، بلکه باعث خسارت‌های زیادی به کشور شد. اون داخل رفتن، بعضی از چیزها رو خراب کردن، تخریب کردن، تابلوها رو از بین بردن و الان ما باید جریمه‌شو بپردازیم. اما تصرف سفارت امریکا اونقدر همزادپنداری در جوامع بین‌المللی ایجاد کرد و اونقدر قدرت ایجاد کرد و حرفش منطقی بود به عنوان یک اقدام تدافعی که باعث شد بعدن که بین ایران و امریکا قراردادی امضا بشه، اولا دعوای ایران و امریکا از دادگاه‌های امریکا انتقال پیدا کرد به دادگاهی در لاهه، یعنی رسما دادگاه لاهه پذیرفت که دو طرف رو نه به عنوان یک طرف به عنوان تروریست، بلکه به عنوان دو کشور دعواهاشون اونجا مطرح کنه. و بعد توی همون برخلاف اون تیتراژ اولیه شما که گفت هیچ نتیجه ای نداشت، یکی از نتایج مهم اون قرارداد الجزایر این بود که امریکا پذیرفت در امور داخلی ایران دخالت نکنه. خب خیلی ممنون. من یاد شهید رجب‌زاده از دوستان شما بودن هم گرامی بودم، از در واقع دوستانی که در تسخیر نانجسی بودن. شهید دیگه هم داشتین از دوستانتون که تعداد زیادی از بچه در عملیات هویت رضوانی، در تعدادی حدود من تا حدود 35-36 تاشون رو میدونم. آیه شهید مداری، من میخوام فایل رو ببندم، ولی شما اگه صحبت تو این زمینه دارین که انجام بدید تا بریم سراغ سال بعدی من در مورد صحبت آیه اصغر. بله، عرض شد که خب آیه اصغر زاده مطالب خیلی خوبی رو مطرح کردن و قابل قبول هست. مطمئن من در یکی دو نکتهش عرض مختصری دارم. این بخش که از آخر شروع کنم، مختصرم رد میشم. این بخش فرمودن که از جمله مفاد قرارداد در الجزایر عدم دخالت آمریکا در سیاست‌های ایران بود، امور داخلی ایران بود، واقعا چنین اتفاقی افتاده؟ یعنی واقعا آقای اصغرزاده معتقد هستن که آمریکا دست از دخالت برداشته؟ آمریکایی‌ها خودشون اینو نفی نمی‌کنن. من از خودمون نمیگم، خود آمریکایی‌ها اینو نفی نمی‌کنن. آقای کنت تیمرمن با صراحت میگه که ما چاره‌ای جز تدارک نیروهای مخالف در درون ایران نداریم. آقای جیمز وولسلی، حالا من اینایی که تو ذهنم هست و اگه قرار بود میدونستم میخواییم به اینو بپرزیم لیستشو میابردن. آقای جیمز وولسلی وقتی که قرار میشه که منافقین از گروه تروریست ها در گروه تروریست ها قرار بگیرن، با صراحت اعلام میکنه که ما نمیتونیم کار بکنیم، چون اونا امروزه در جریان جنگ عراق ها اونا امروزه دارن به ما به عراق کمک میکنن. این صریح چیزشه. تا جایی که این آقای بایدن که الان معاونه رئیس معاون اوباما هست، اون موقع سناتور بود، از سناتورهای جمهوری خواه دموکرات بود، ایشون یه طرحی رو میبره که بعدها این طرح رو امریکن انترپرایز فاش میکنه. طرح آقای بایدن، یعنی مذاکره آقای بایدن، این هستش که ما به عنوان مثال منافقین رو
میگه اینا میتونن در گروه تروریستی باشن ولی به فعالیتشون ادامه بدن. شما میبینید که حالا من نمیخوام اعضای منافقین اسم ببرم، آقای اسخرزاده میشناسن خیلی هاشون، علت دوام اونجا دفتر و دستک دارن و تدارکات. ماجرای دیگری که باز به همین بخش برمیگرده، من فکر میکنم باز بد نیست بهش اشاره بکنم. بنابراین اینکه آمریکایی ها قرارداد الجزایر و مفاد قرارداد الجزایر رو رعایت کردن به نظر من اصلا اینطوری نیست. خودشون هم چنین ادعایی ندارن و شواهد هم نشون میده که اینطوری نیست. جدیدترین نمونه اون ماجرای فتنه 88 آقای از قضاده اشاره کردن به اینکه از آقایونی که در زندان هستن و از تسخیر کنندگان دانه جاسوسی بودن. من نمیدونم آیا قرار هست در این باره بحثی بکنیم یا نه، چون من دلایل مستندی دارم که نشون میده این حرکت، حالا اشخاص رو مورد نظر نیست، دلایل مستندی هست و هیچ کدوم هم از خود بنده نیست، دلایل مستندی هستش که این حرکت حرکتی تدارک دیده شده از طریق مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل بوده و اونا این حرکت رو و اونا از آغاز این حرکت حمایتشون رو پنهان نکردن و هیچ یک از آقایونی که مورد حمایت قرار گرفتن هم در پی انکار بر نیومدن. یعنی انتظار این بود که وقتی آقای نتانیاهو با صراحت اعلام میکنه که اصلی تر بزرگترین سرمایه ما در ایران اصلاح طلبان هستن، انتظار این بود که اونایی که عضو گروه های اصلاح طلب هستن حداقل میمدن انتقاد میکردن، میگفتن که نه ما سرمایه شما نیستیم، تو حرف بی خودی میزنی، ولی چنین کاری رو نکردن و در موارد دیگر. من دیگه فکر میکنم که اگر قراره که تو این زمین رو صحبت کنیم نه تمام پنیم تمام شد که مصابی شد تقریبا بریم سراغ سوال بعدی. من جواب دارم یکی بذاری تو بخش بعدی که تایم ها مصابی شد، چون دقیقا سعی میکنم زمان ها رو نگه دارم. آقای شریف مدوری، میخوام تو این بخش نگاهی بندازید به اشتراکات و تفاوت های سیاست های این دولت هایی که تو این 25 سال اخیر از طرف جمهوری اسلامی ایران در قبال امریکا داشتن. بله البته یه مقدار این بحث گسترده ایه، منطقه به صورت بله در حد کلی بهش بپرزیم. این دولت موقت اونجوری که آقای اصغر زاده هم بهش آقا من تو 25 سال گفتم از 25 سال بله بعد قبل نه حرفم در مورد دولت موقت بگم که همینطور که آقای اصغر زاده گفت اون موقع شرایط حالا شما سنتون شده شرایط بود، واقعا دولت موقت اساسا دولت اسلامی نبود. حضرت امام بعدم فرمودن هم نظرشون نسبت به نهضت آزادی و هم نظرشون رو نسبت به اینکه نسبت به گزینه انتخاب آقای بوهنس بازرگان گفتن من راه انتخاب معرفی بود. دولت های بعدی، ما یه دولت در دوران جنگ داریم. من همه حرفمو بزنم؟ بزن. خب ببینید ما یه دولتی در دوران جنگ داریم. اولین دولت در دوران جنگ دولت آقای بنی صدر که آقای بنی صدر خیلی زود با منافقین همراه میشه، با بیرونی ها گره میخوره و این خبر رو حتما آقای اسخرزاده دارن چون موقع در گزارش و اخبار بود که بعدها وقتی که همه اینا به پاریس پرونده شدن، وقتی که ایران درخواست استرداد رو داد، اونا روی دو نفر، یکی آقای بنی صدر یکی سرکرده منافقین، انگوش گذاشتن و گفتن این دوتا در اختیار ما نیست، اینا در پاریس هستن ولی در اختیار ما نیست. یعنی با یه چنین وضعیتی ما رو برو بودیم. آقای بنی صدر در دوران جنگ اولا بیشترین وقتش رو صرف درگیری کرد. یعنی شما وقتی که مراجعه بکنید به روزنامه انقلاب اسلامی که اون موقع از طرف متعلق به آقای بنی صدر بود و بسیار اوقات یک ستونی داشت در تمام روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذرد. من نمیخوام وقت خدا نکرده زیاد بله. دوستان جوان هم دوست دارن که بیشتر در مورد امروز صحبت بکنین. من حالا میبینی کلمتونم بارشتم و سخواهی میکنم، ولی بیشتر منظورم از دولت بعد از جنگ، یعنی از سال 68 تا الان، یه نگاهی بخواییم بنید. یعنی شما در واقع دولت سازندگی رو میگید و دولت اصلاحات رو میگید و دولت کمونی رو میگید. دقیقا این سه دولت میخواییم بگید. باید اینطوری بگید. من گفتم 25 سال جد توش مستطر بود. بله بله حسن. حالا ما الان در حافظه چیزمون هم دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی و دولت آقای شریعت مداری، چون ایشون با تمام وجود دفاع کرده از دولت موجود. من منتظرم ببینید. بله ما همیشه برنامه، من اینو اشاره بکنم، ببینید ما معتقد هستیم که از هر جریان حقی باید دفاع کرد،
و معتقدیم غیر از این میشه گروه گرایی و قبیله گرایی. یعنی اگر شما قرار باشه که از یک جریانی دفاع بکنید وقتی خوبه، و اگر خط عوض کرد بازم ازش دفاع بکنید، در اون حالت دیگه شما قبیله گرا هستید، حزب گرا هستید، برخلاف اون چیزی که حضرت امیر علیه السلام میفرمودند. من نمیخوام مقایسه بکنم نستجیر بالله، اصلا قصد مقایسه ندارم، اصلا به هیچ وجه، اصلا قیاس مع الفارقه. ولی ببینید مثلا در مورد شخص نمیگم، مثلا فرض کنید در جریان شما میبینید که در اسم نمیبرم، در صدر اسلام شما میبینید که کسانی به شدت مورد تایید حضرت امیر علیه السلام و حضرت رسول صلوات الله علیه بودن، ولی همینا وقتی که خط عوض میکنن نه تنها مورد تایید نیستن بلکه به مقابله هم میان. بنابراین من در این زمینه فقط حرفی که میتونم بزنم این هستش که باید گفت که کدام حمایت ما از کدام اقدام بیجا بوده و کدام انتقاد ما به کدام اقدام بیمورد بوده. خب چون آقای اصغر زبستش گفتم من این حرف کردم. ببینید در دولت سازندگی که دولت بعد از جنگ بود، عمدتاً خب تلاشش این بود که خرابی‌های جنگ رو جبران میکنه و دیگه ما در اون موقع جنگی نداشتیم که بخوام. اما در مورد ارتباط با آمریکا، خب در همون موقع هستش که می‌بینید که آقای مهاجرانی، آقای مهاجرانی که معاون حقوقی رئیس جمهور هستن، یادداشتی دارن تحت عنوان مذاکره مستقیم، اشاره میکنن که ما بهتره که بریم با آمریکایی‌ها مذاکره مستقیم داشته باشیم. بعد من مبنای استناد ایشون رو که همین امروزه مبنای استناد بعضی دیگه هم هست بهش اشاره میکنن که خب با مخالفت روبرو میشه و رهبر معظم انقلاب در اون موقع پاسخ میدن. پاسخ آقا رو به نظر من پاسخی بسیار مستدله. ببینید ضمن اینکه آقا به عنوان رهبر انقلاب به عنوان ولی فقیه امرشون مطاع هست، ضمن این در این زمینه ایشون پاسخ مستند میدن. من یه تیکش رو عرض میکنم، میفرمایند که مذاکره نهایتاً یعنی نوعی معامله، معامله درش بدو بستون هست. خب شما میخواید چی بدید و در مقابل چی میخواید بگیرید؟ بعد میگه اون چیزی که آمریکا از شما میخواد اسلامتونه و دست کشیدن از ایستادگی و مقاومتتونه. بعد میفرمایند حاضرید اینو بدید؟ چون اونا آمریکایی بارها گفتن ما اینو میخواد. ببینید آمریکایی‌ها با صراحت اعلام میکنن که براندازی جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار داریم و این دستور کارشون تغییر پیدا نمیکنه. همین پیروز شما یه گزارشی CNN داره که حالا من اگه فرصت شد بهش میپردازم در مورد تحریم‌ها، بعد میبینید که همین ماجرا دنبال میشه. بنابراین دولت سازندگی یک گفت حزب ایران نوین پاینده باد، یک کمی هم حزب مردم زنده باد، یک همچین چرخش میچرخید به اون طرف، ولی خب پیشگیری شد و اگر اتفاق میفته اتفاق بسیار بدی بود. بعدن عرض میکنم در دولت اصلاحات، نه دولت اصلاحات از اول هم سر یعنی با این نگاه موافقتی نداشت. البته ببینید دولت اصلاحات هم برخواسته از دولت سازندگیه. شما عوامل اصلی در دولت سازندگی رو در دولت اصلاحات می‌بینید. من این اصطلاحات رو به کار می‌برم، سازندگی و اصلاحات، بدون اینکه قبولش داشته باشم، یعنی بدون اینکه این اصطلاحات رو با منطبق با بدون اینکه اینا رو اسم‌های با مسما بدونم، در هر کجاش یه دوره‌ای هست. خب در دولت اصلاحات شما می‌بینید که تلاشی در این زمینه صورت می‌پذیرم و حتی نشریات و روزنامه‌هایی که اون موقع منتشر میشه و کاملا به دولت نزدیک است، یعنی بعضی از دارندگان روزنامه‌ها از مشاوران آقای خاتمی هست، از مشاوران رئیس جمهور هستن و پست‌های حساس و کلیدی دارن در دولت. ببینید همه اونها بحثشون بر سر این هستش که به هر حال باید با آمریکا نزدیک بشیم، تا جایی که حتی موارد قبلی رو طرد و نفی می‌کنن. در همون دوره هستش که یکی از همکاران هم دوستان آقای اصغرزاده کرده، اون موقع دوست بودن نه حالا دوست هست نه، ایشون میرن خیلی با صراحت از آقای باری روزن یکی از جاسوس‌ها پوزش میخوان و به فرانسه میرن. در فرانسه بعدها البته مطرح شد که ماجرایی نبوده که به دستور با پیشنهاد خود ایشون باشه، اینا دیگه چیزایی هستش که هست. و از جمله سردبیر
فیگارو در خاطراتش در گزارشش میگه که اصلا این برنامه رو ما ترتیب دادیم، من تو از درون ایران، یعنی از دولت اصلاحات، از درون ایران نمیگه دولت، از درون ایران میگه از اصلاحات، از اونا به ما پیشنهاد کردن که نام ما در میون نباشه. خب این هم مال دولت. البته در این دولتش آقای خاتمی در سازمان ملل حضور پیدا میکنن و طرح و پیشنهاد سال پیشنهاد گفتگوی تمدن ها رو میدن. ببینید در همون سال که ایشون پیشنهاد گفتگوی تمدن ها رو میدن، در همون سال این پیشنهاد ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا، یعنی حتی هیچ رأی مخالفی نیست، به اتفاق آرا تصویب میشه. در همون سال هم هست که ما رو به عنوان محور شرارت معرفی میکنن. یه نمونه از اونایی که چگونه میشه به اینا اعتماد کرد و اینکه مبنای کار کجاست. در دولت بعدی، دولت آقای احمدی نژاد، نه در دولت آقای احمدی نژاد به هر حال مخالفت ها با آمریکا، مقابله با آمریکا بود، تا اینکه اخیرا خب پیشنهاد یک گفتگوی آقای احمدی نژاد داشتن که البته بعدا ما خودمون به این گفتهشون اعتقاد کردیم، پیشنهادی برای به نوعی برای مذاکره بود در یه مصاحبه قبل از اینکه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برن. بعدن گفتن که رسانه ها این مطلب رو وارونه منتشر کردن، ولی اون چیزی که حداقل ما خودمون بهش پرداختیم برگرفته از سایت پاد بود، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری. و البته این که گفته میشه که چنین نظری نداشتیم، ما استقبال میکنیم، چه بهتر که چنین نظری در میان نبوده. خب بنابراین میبینیم که در این باره نگاه های متفاوت هست که من فکر میکنم خوب اون نگاه الان مورد ارزیابی قرار بگیره. بذارید من خیلی با صراحت بگم آه این تحریم ها، تحریم های کنونی، اگر ما نسبت به آمریکا در مقابل آمریکا کوتابی های مثلا در برنامه هستیم، اون کوتابی هم این که یه دهی میگن، مردم نمیگن ها، یه دهی میگن، حالا ممکنه بعضی از مردم هم دستش، من میگم این سوال مطرحه که آیا اگر ما در مقابل تحریم، در مقابل برنامه هسته ایمون کوتاه بیایم، آیا تحریم ها برداشته میشه؟ بنده دلایلی دارم که خدمتتون عرض میکنم که فرصت شد، تحریم ها چند برابر میشه. من به نظرم میاد که امروزه الان ما به این نقطه رسیدیم. شاید کسانی هم که پیشنهاد میدن برای احیانا مذاکره، نه همشونا، بعضی از افرادم که پیشنهاد میدن آدمای بددلی نباشن، یعنی در واقع برداشت، یعنی بددل نیستن، برداشت بد ممکنه داشته باشن. خب باشه، از تقریبا 10 دقیقه وقت داریم. البته من قبلش میگم خواهشی بکنم از مدیر محترم شبکه و مدیر پخش که اگه بشه ما برای بحثمون تازه داغ میکنه، این مقدار ما بیشتر وقت بدن ممنون میشن. آیا اصلا از حالا قطعا یه سری دستمون داغ میشه، میگم دستمون داغ میشه، خودمون داغ میشه. حالا هم یه سری صحبتایی دارین، هم این سوال منم به اون صحبتای خودتون اضافه بکنید. نه من یادم میره، اجازه بدید من جواب سوال شایعت مدیری رو بدم. ببینید من در مورد فرمایشات ایشون همه بخشاش صحبت دارم، فکر میکنم که به این راحتی نمیشه به نسلی که بالاخره رو دوشش این انقلاب رو ساخته جلو آورده به این راحتی انگ زد، چه دولت آقای هاشمی رفسنجانی چه دولت آقای خاتمی، خدماتی که کردن به مراتب بیشتر از، یعنی افکار عمومی مردم داره الان میگه در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و دستاوردهای هسته‌ای که اتفاقا آقایون دارن به حساب شعارش رو میدن، به مراتب از دولت فعلی قوی تر بوده و دولت فعلی که ورق پاره هایی بیش نمیدونست در حقیقت مصوبات شورای امنیت رو و میگفت که بالاخره اینقدر اینا قطعنامه بدن تا قطعنامه دونشون پر بشه. من از این ادبیاتی که دولت به کار میبرد خیلی ناراحت شدم و بگم خدمتون، یه دفعه با مرحوم حاج احمد آقا صحبت میکردیم، بعد حاج احمد آقا راجع به اینکه رئیس جمهوری کشور باید مؤدبانه برخورد بکنه مثالی زد و گفت آقای مرحوم رجایی که حضرت امام هم خیلی شروع دوست داشت، در جواب آقای میتران که تبریک گفته بود یک نامه ای رو داشت و توی اون شروع کرد به اینکه ای آقای میتران، ای فرانسه، شما فلان هستید و اینها. امام گفته بودن که
وقتی به شما تبریک گفتن جواب تبریکشون رو بدید. یک دیپلمات باید با ادب باشه، رفتار مؤدبانه داشته باشه. یک مسلمان نمیتونه اینطوری جواب بده. اون وقت اینی که ما بگیم ممه رو لولو برد و فلان، و بعدم وقتی که سازمان ملل تو نیویورک مراسم داره، ده ها نفر دنبال ویزا باشیم و بعدم بریم اونجا تو بهترین هتل اقامت کنیم و این که حرفای خودمون رو بزنیم، حرفایی که همش هزینه برای انقلاب برداره و اینا. من در مورد هم عملکرد دولت فعلی معتقدم که این عملکرد بسیار ضعیف است و در بدترین شرایط تو نیویورک رفته این حرفو زده. وقتی شما میخواهید گفتگو کنید باید موقعی باشه که از موضع قوت این رو بیان کنید. بعد از کنفرانس غیر متعهدها که توی اونجا ایران به یک موفقیت دیپلماتیک دست پیدا کرد، مقام رهبری اونجا رفت و گفت برای فلسطین انتخابات باید برگزار بشه. چارچوب تو موضوع صحبت کنیم. خوب بسیار خارج من میگم در مورد چون بحث مذاکره بود، من بین مذاکره و رابطه نه من میگم بین مذاکره. ببینید من در این که ما باید وقتی میخوایم اولا بحث رابطه با امریکا و اینا سیاست کلان نظامه، در اختیار ماها که نیست. ما این بحثی که من و آقای شریعت مداری میکنیم در حد کارشناسیه. ما در حقیقت کاری میکنیم که تو تصمیم سازی ها تأثیر بگذاره. این قانون اساسی تکلیف رو روشن کرده چه کسی باید تصمیم بگیره و کدوم نهاد باید تصمیم سازی کنه. اما در مورد این که بگیم دولت آقای خاتمی یا دولت هاشمی در این جهت حرکت کرد، من خیلی عذر میخوام ضمن احترامی که برای شریعت مداری قائلم، این نوع تفکر رو یک نوع توهم توطئه میدونم. توهم توطئه یک بیماریه، یعنی اینی که طرف فکر میکنه امریکا اینقدر قلدره و اینقدر بزرگه که از صبح تا شب برای ما نقشه میکشه که تا گاو ماهی تو خونمون هم اون تصمیم میگیره. از اون برم این یه بیماری هم مقابلش هست و اون ساده اندیشیه که فکر میکنه اگه الان رابطه با امریکا برقرار کنیم همه مشکلات حل میشه، گلستون میشه، تو خیابون ترافیک های تهران حل میشه، آلودگی هوا از بین میره، به به چه اتفاقی میفته، قیمت ارز مثلا میاد پایین. اینا بین این دوتا سیاه و سفید دیدن، خوب و بد دیدن، ما باید یک راه منطقی رو بریم. اینه که شعار بدیم بگیم امریکا در امور داخلی ایران مداخله کرده در 25 سال، این دولت ها با امریکا بستن، اینا همش شوخیه، اینا همش یک نوع فرار از مسئولیت. اصلا این براحتی شما رو به یک آرامش خیالی میرسونه که اصلا ول کنید، بگید خب حالا دیگه این امریکا اینقدر پدرسوخته است و اینقدر برنامه ریزه که اصلا ما نمیتونیم با اون بشینیم مذاکره کنیم. در صورتی که توی همین کشور افرادی رفتن نشستن مذاکره کردن، من اصلا الان نمیخوام از مذاکره دفاع کنم، مذاکره لولو خورخوره نیست، بستگی به این داره که چه کسی این مذاکره رو انجام میده. اون احمد قوامی که من اصلا هیچ ارادتی بهش ندارم، خیلی هم آدم بدجنسی، رفته از دل استالین و بعد از جنگ جهانی دوم توی روسیه نشسته آذربایجان رو کشیده بیرون. مرحوم دکتر محمد مصدق پاشو رفته تو دادگاه لاهه و سر قضیه حقوق ایران اونجا نشسته مذاکره حرف زده و بعد به حقوقمون رسیدیم. فتحعلی شاه هم وقتی که هی بهش گفتن که آقا بیا برو مذاکره، قائم مقام فراهانی بهش گفت، گفت نه من میجنگم، رفت ترکمنچای و گلستان رو داد و سرزمین های ایران از دست داد. مذاکره فی نفسه نه خوبه نه بده، یک روشه. این هست که چه کسی مذاکره کنه و کی. اینا رو به نظر من قانون اساسی تکلیفش رو روشن کرده. فقط ما میگیم که بین مذاکره و رابطه گام های متعددی است. در مورد این که دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی آیا مقدمات فروش مملکت رو فراهم کردن، این انگیزه که متاسفانه کیهان همون زمانم هم زد، این انگیزه زدن الان منم چیز ندارم که بعد به منم بزنن. من همینجا اعلام میکنم بنده هیچ علاقه به رابطه با امریکا ندارم و ای کاش روزنامه کیهان که منم یک زمانی تو روزنامه کیهان بودم، متأ زمانی که من و آقای خاتمی کیهان بودیم مردم صف میکشیدن کیهان رو بخرن، الان من نمیدونم تیراژش چقدره. اما ای کاش تو میدون توپخونه نبود، تو میدون آزادی، میدون رفاقت، میدون دوستی، یه جایی این دفترش بود که بیشتر یک ادبیات دوست مدارانه، مدارا طلبانه تری بیان میشد تا اینکه این دولت ها رو و دولت آخر شما سر آقای دولت آقای احمدی نژاد هم همین کارو کردید. اینقدر رقبا، اینقدر منتقدین رو کوبیدید، حالا دارید میگید این حرف رو، میگید که ما میگیم که شما فلان هستی، تو مقالتون گفتید طلحه و زبیر. من میگم که همون اول مگه ما نمیگفتیم این دولت آقای احمدی نژاد قانون گریزه؟ مگه نمیگفتیم مواظب باشید این دولت برخواسته از چنین شرایطی باید نظارت بشه، باید بودجهش کنترل بشه، کسی بودجه نداشته باشه، اقتصادش فلان باشه؟ بل کردید که به اینجا رسید و توی خیابونای تهران با کاهش ارزش پول مردم به یک سوم، دارایی‌هاشون یک سوم شد و بعد حالا نمیتونید جمعش کنید. به نظر من
اون دولت‌ها نقششون اصلا رابطه با امریکا نبود. به آقای خاتمی وقتی من اعتراض داشتم با آقای خاتمی که شما جلو کلینتون دست بایش ندادید، رئیس جمهوری کشور، مگه که رئیس جمهوری یک ملت باید فرار کنه و دست نده؟ ما اعتراضمون این بود که شما چرا قاطع وای نستادید. اصلا صحبت ما این نیست که شما اگر رفتید با امریکا صحبت کردید یا اونجا بحثی نداشتید، یعنی میخواید مملکت رو بفروشید و رابطه برقرار کنید. تکلیف رابطه معلومه کی تعیین میکنه، ولی دولت‌ها وظیفه‌شون این هست که شرایط رو ایجاد بکنن که منافع کشور رو تعیین کنن. چه دولت آقای هاشمی، چه دولت آقای خاتمی، چه دولت احمدی‌نژاد، چه دولتی که میخواد سال 92 شکل بگیره، باید ایران رو از معرض تهدید بودن خارج کنه، باید اجماع جهانی رو در هم بشکنه. نمیشه اینجا نشست گفت که آقا ما با دنیا میخوایم بجنگیم، دنیا با هم متحد بشن، بعد مثل کره شمالی بشینیم عزا بگیریم که حالا چیکار کنیم. ایران هم سرزمین توانایی است، فرهنگ ایران فرهنگ غنی است. این چیزی هم که آقای شریعت مداری گفتن درست، ملت ایران امریکا رو به عنوان دشمن میدونن، ولی این به مفهوم این نیست که یک دشمن ذاتی باشه. هر وقت که دشمنیش تموم شد، چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری، اینها گفتن آخه این جمله مال کی آقای شریعت مداری؟ قطع رابطه با امریکا امری ابدی نیست. میدونید شما وقتی رابطه با امریکا رو مقید و مشروط چه امام و چه رهبری گفتن، چجوری میتونید بگید که ما تحت هیچ عنوانی نمیتونیم، این اصلا تحریما فلان میشه؟ به نظر من باید واقعی شعار رو باید وقتی داد که باور پذیر باشه و مردم باور کنن. اگه شما شعار رو گفتید ولی مردم توی کوچه و خیابون این رو باور نکردن، این شعار فایده نداره. خب الان تمام شد، یعنی که من میتونم سوالم بپرسم؟ ادامه میده. خب آقای شهبان شما بفرمایید، از وقت آقای اسخرزاده تقریبا 2 دقیقه الان مونده، ولی من خواهش میکنم، بازم خواهش میکنم وقتی بیشتری به ما بدید. دوستان اشاره میکنن نهایت 14-15 دقیقه وقت داریم، ولی من خواهش میکنم ما وقت بذارید ببینیم، چون بحثم روز شده. آقای اسخرزاده عزیز فهرست هایی رو مطرح کردن که هر کدوم نیاز به من به چند تاش اشاره میکنم. فرمودن که توهم توطئه است. آیا توطئه آمریکا علیه ما توهمه؟ چه کسی میگه توهم توت هست؟ همین آقای مهندس موسوی یه دفعه اومد در مقابل این اصلاح طلبا که داد میزدن، هر حرکتی رو میدن میگفتن ایشالله بوزه ایشالله گربه است، اومد در مقابل اونا موزه گرفت و گفتش که چرا میگی توهم توته؟ واقعا توته هست. چه بلایی به سرش آوردی که مجبور شد بلا فاصله حرفش رو پس بگیره؟ البته حالا میگذره، من نمیخوام. ببینین نکته که ایشون میگن در مورد ادبیات، بله تدریج نیست، باید ادبیات مناسب و خوبی داشت، ولی ماجرا یه شکل دیگه ایه. اولا بنده عرض نکردم که دولت‌های آقای هاشمی آقای خاتمی در پی این بودن که ایران رو بفروشن، چیزی نگفتم. گفتم که در مورد مذاکره در مورد ارتباط با آمریکا چنین تصوراتی داشتن. اما من با صراحت میگم در جریان فتنه 88 همه کسانی که سردمدار بودن و در اون میدان بودن دنبال این بودن که ایرانو بفروشن. دلیلم دارم. ببینید شما، یعنی همین بچه‌ای که تو زندانن دنبال این بودن؟ ببینید من الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید عزیز من، یه موقعی هستش که شما فقط یه تحلیل میکنید، یه موقعی هستش که برای تحلیلتون سند میارید، درسته؟ این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. آیا کسی تردید داره در این که طرحه؟ ببینید ما در جریان توته، در جریان فتنه 88، این دیگه مستندات ماست. ببینید روزنامه نگار مستنداتش همراه خودشه، یعنی نمیتونه دیوار هاشا برای خیلی ها ممکنه بلند باشه ولی برای روزنامه نگار بلند نیست. ما مستنداتمون هست. ببینید ما مراحل مختلف فتنه 88 رو یک به یک از قبل پیش بینی میکردیم. چرا؟ ما که غیبگو نبودیم، برای اینکه اون از روی فرمول مشترک آمریکا، انگلیس و اسرائیل دنبال پیروی میکردن. آیا این قابل انکاره؟ ببینید وقتی که آقایون اومدن یه کمیته تشکیل دادن تحت عنوان کمیته صیانت از آرا، ما از 2 هفته قبلش پیش بینی کرده بودیم، روزنامه‌مون هست که چنین کمیته. چرا؟ برای اینکه این دستوریست کار جوشور کار جین شارپه. شما میفرمایید که با آقای خاتمی اعتراض کردید که چرا با جورج کلینتون، چرا با کلینتون دست نداده؟ آقای کلینتون، آقای خاتمی 2 بار با جورج سوروس صهیونیست آمریکایی منفور اینو از کجا در میارید آقای شریعت مداری؟ جورج سوروس خودشون هم
اولاً که همین الان اگه بنویسید فردا که احمدی نژاد با جورج سوروس ملاقات کرده، ما باید از کجا در بیاریم این رو؟ ما دلایلشو داریم. ما یه موقعی هم گفتیم آقای هابرماس اومد اینجا برای با بعضی از افراد که من ازشون نمیبرم. ببینید تو جریان فتنه آقای اینا رو که نمیشه انکار کرد. ببینید چه کسانی در جریان فتنه قبل از فتنه وارد شدن، با آقایون اصلاح طلبا جلسات داشتن، کمیته کارشناسی داشتن، کارگاه آموزشی داشتن. مگه شما میتونید ورود آقای جان کین رو انکار کنید؟ مگه شما میتونید ورود آقای ریچارد رورتی رو انکار کنید؟ مگه شما میتونید ارتباط آقای جورج سوروس رو؟ خود اصلاح طلبا میگن، اینی که ما نمیگیم، خود جورج سوروس هم میگه، خود اصلاح طلبا هم دارن میگن، همه اینا اومدن برنامه ریزی کردن. ببینید بنابراین این که بگید که به این ترتیب، ببینید این خیلی عالیه، ما بیان بگیم امروز عرض انقدر شده، اون انقدر شده، بله بله این مشکل مملکته، باید بهش رسید. اما این که بگید این از این بخواید استناد بکنید به این برای دولت‌های قبلی، نه ما دولت‌های قبلی رو تمام در حدی هم که شما میگید بهشون نمیپردازیم. اما این نکته ای که فرمودید که مذاکره، من دیگه بعضی از مطالب دیگه فرمودید ازشم، فرمودید که مذاکره میتونه بستگی به شخص مذاکره کننده داره، نه اینطوری نیست، مذاکره بستگی به شرایط و مختصات مذاکره داره، نه شخص مذاکره کننده. مذاکره برای خودش یه تعریف کلاسیک داره، تعریف رو که نمیتونید شما وضع کنید، یه تعریف کلاسیک داره، تعریفش این هستش که آقا در یک در هر مذاکره ای ابتدا کف مذاکره رو تعیین میکنن، کف مذاکره مجموعه مقولات مورد اتفاق و مورد اشتراک طرفینه و یه سقفی برای مذاکره تعیین میکنن. سقف مذاکره نقطه‌ای است که طرفین میخواین به اون برسن، ولی وقتی که از قبل برای شما تعیین میکنن، سقف رو تعیین میکنن، معلومه که وارد این مذاکره نمیشید. بحث بر سر این نیست که شما مثلا فرض کنید یه شخص خاصی بره مذاکره کنه، نه اینطوری نیست، مذاکره برای خودش یه تعریفی داره. من اینجا چون شما به نکاتی اشاره کردید، من به بعضی از بخش‌هاش فقط بشه کوتاه که برسیم. بله ببینید، این که فرمودن که آمریکا رو یه قدرت بزرگی میدونن، نه اتفاقا ما که اینطوری نیستیم. مگه همین اصلاح طلبا نبودن که میگفتن آمریکا رو با آمریکا نمیشه درگیر شد؟ مگه همینا نبودن که باید کتا اومد؟ نه اجازه بدید درگیری اجازه بدید، نه چرا باید نمیشه آدم بودن؟ آقای اسقرزاده چه کسانی اومدن گفتن، مکتوب نوشتن، چه کسانی اومدن گفتن که در دوران جنگ اومدن گفتن که همان گونه که خداوند تبارک و تعالی به شیر قدرت حمله داده، به آهو قدرت فرار داده؟ چه کسانی بعد از انقلاب در دوران اصلاحات اومدن از بندگان اسلام رو با سربازان پابرهنه و با سربازان وحشی آتیلا مقایسه کردند؟ چه کسانی اومدن گفتن، اعلام کردن، گفتن هر چه ما بدبختی میکشیم و دست بسیج میکشیم؟ چه کسانی اومدن گفتن که اگر ما کاری به آمریکا نداشتیم جنگ پیش نمی اومد؟ چه کسانی اینا رو که نمیشه این کار کرد؟ ببین اینا مطلوبه، اون چیزی که شما میگی نه 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 ببینید حافظه جمعی جامعه هست که دولت مهندس موسوی جنگ رو اداره کرده. بذارید بنام حرف بزنم. البته در مورد اینکه آقای دولت موسوی آقای موسوی جنگ رو اداره کردم، بحثی هستش که حالا نمیدونم لازمه من بگم که چه بلاهایی در جریان جنگ از طرف همیشون اومد، چه مشکلاتی برای رزمندگان پیش اومد که از همون موقع یه تردیدهایی بود که من حالا از اینا صرف نظر میکنم. ببینید شما در مورد کیهان هم گفتید، من نمیخوام وقت رو به کیهان اختصاص بدم، فقط میخوام این از اون قسمت بعدی قبلیش رو عرض کنم. این که شما میفرمید اتفاقا بحث ما بر سر این هستش که سازش یه گزینه نیست که شما بگید بین این چند تا گزینه یه گزینه مینه، اینطوری نیست. و نکته با اهمیت دیگه این است که ما حرفمون مستنده. شما میفرمید کدومش مستند نیست؟ آقای اسقرزاده مگه شعار نه غزه نه لبنان جان فدای ایران رو دو روز قبل از اینکه مطرح بکنن سایت وزارت خارجه، سایت فارسی زبان وزارت خارجه اسرائیل مطرح نکرد؟ حالا کرده باشه، حالا اجازه بدید اجازه بدید. خود نفس این شعار رو شما خوب میدونید؟ یعنی شما فکر میکنید که این یه اجازه بدید تفتیش عقاید نه من حرفم همیشه گفتم روش فلسطین نمیشه که من شما هر چی میخواهید شما ببینید من یه موقعی هستش که شما یه موقعی هستش من همیشه گفتم شما یه موقعی هستش که شما ببینید من هنوز عرضمو نکردم ببینید شما ببینید اجازه بدید من عرضم بکنم
ببینید شما میگید من نظراتم رو دادم نسبت به فلسطین، بله عیبی نداره، منتها بحث بس اینه که شما دارید از دولت اصلاحات، شما دارید از جریان فتنه هم میگید، اونا هم نظرشون، من نظر اونا رو دارم میگم، شما آیا اونا رو قبول دارید یا نه؟ اگر قبول ندارید بنابراین نباید به شما نباید تعریضی به شما تلقی بشه. آقا شعار این شعار به نفع اسرائیل رو در روز قدس توی تنظیم کنی که اگه خواست تموم بشه من بتونم شعار خواهش به نفع اسرائیل در شما دو بزرگوار اساسی من در اسرائیل در روز قدس، شعار به نفع آمریکا در روز استکبار که الان نزدیک سالگردش نزدیکه، اینا رو آقایون دادن یا نه؟ بس بس اینه که میگید اینا قبول نداشتن، چرا نمیدن این کار کنن؟ مگه بلا مگه اینا اگه یه بخشدار در یک نقطه دور افتاده علیهشون موضع میگرفت میومدن سایت ها و روزنامه هاشون پر میشد. بس بس اینه در مورد کیهان هم چیزایی گفتید که حالا چون ایشون خیلی گفتم من در مورد کیهان اجازه بدید دیگه فقط هیچی نگه، فقط من سوالم اینه آقای اسقرزاده شما بفرمایید که کدام یک از آنچه از مطالبی که کیهان در این زمینه ها مطرح کرده بود خطا از آب در اومده؟ خب من خواهش می‌کنم جواب بدید. نه من اجازه بدید که اول دوست مطلب بگم، میگم اینکه خواهش می‌کنم دو بزرگوار تو کلام هم دیگه وارد نشید، بعد اصول گفتگو رو رعایت بکنیم و بریم جلو ان شاء الله. تمام که تا اینجا رفتیم خیلی هم وقت نداریم. میگم اینکه صحبت از فردی که تو جلسه نیست من خواهش می‌کنم نبرید، چون حق قانونیشون هست وقت بیان صحبت بکنن حرف نزنیم به نظرم بهتره. در عین حال صحبت از سیاست خارجی دولت قبل شد، ما همینجا اعلام آماده می‌کنیم از وزرای خارجه دولت‌های قبل که بودن، ما می‌تونیم خدمتشون باشیم، در خدمتشون صحبت‌هایی که در مورد سیاست خارجه شده در واقع صحبت بکنیم. آیا از قرار دادن که تنفس هم بکنیم بریم مسابقه نظرسنجی رو ببینیم برگردیم شما صحبت نشون. به نظر شما علت شکست سیاست‌های آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران چیست؟ 1. پیوند عمیق ملت و نظام اسلامی. 2. ضعف داخلی و بین‌المللی آمریکا. 3. قدرت گفتمان انقلاب اسلامی و گسترش آن. 4. پیوند عمیق منافع رژیم صهیونیستی با ایالات متحده آمریکا. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره پیامک 20333 ارسال نمایید. من باید بگم که فقط من خواهش میکنم چون خیلی زمانمون محدوده، هرچی کوتاه‌تر حرف بزنیم من سعی میکنم زمان بیشتری از آنتن بگیرم. این تفکر که دشمن رو یک پارچه میبینه، یعنی این تفکر که میگه آقای نتانیاهو، آقای جورج بوش، آقای کلینتون، آقای اوباما، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، هر کسی که مطابق سلیقه و میل ما نمیاندیشه یک دشمن یک پارچه است، این تفکر تفکر براندازان است. این انقلاب مخفلی اینجاست. جین شارپ کیه؟ مگه اینا تو ایران ما افراد خلاق و متفکر کم داریم که اونا بیان اینا رو یادشون بدن؟ به نظر من این اندیشه، این تفکر بسیار خطرناکه و این به خصوص اصلا این جذب حدسری این شعارش. من میتونم یه سوال از شما بپرسم به عنوان موجی بانی یا جوان؟ نه خواهش بکنم. من موجی هستم. این من الان مثلا تو ذهنم صحبت حضرت آقا اومد تو ایام فتنه، اینکه گفتم مرزبندی کنید با دشمن. درسته، حتی وقتی اونا دارن به شما میگن که مثلا شما با ما هستین، شما سری مرزتون رو مشخص بکن. آیا این باید باشه؟ قطعا نه فقط این باشه، من دارم میگم در مورد حتی توانایی هسته ای، من اصلا شک ندارم دولت آقای خاتمی پایه‌گذار این توان هسته ای بوده. آقای احمدزاد بخش کوچیکش رو انجام داده. تازه آقای احمدزاد اومده قرارداد سولانا و لاریجانی رو که بسیار به نظر من جواب سامان نشده تو به نظر من در رابطه با مرزبندی با دشمن، دشمن یک پارچه نیست، متفرقه. یک دولت باید زیرک باشه، به پاسخهای جدیدی به سوالهای قدیمی بده. اینکه هی ما بگیم امریکا و اینام که تو ایران هستن، اصلاح طلبها دنباله اونا هستن، مشکل ما رو حل نمیکنه.
حتی ما باید داخل امریکا بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها فرق قائل بشیم، با اینکه اونها ذاتشون یکی هست، ولی یک دولت باید از لابی‌های اونجا استفاده کنه، تفرقه ایجاد بکنه، نگذاره وحدت جهانی علیه جامعه ایران شکل بگیره و منافع کشور رو حفاظت بکنه. بنابراین به نظر من این نوع تفکری که کیهان بهش دامن میزنه، حالا یه سری سند رو ردیف میکنه، ولی این تفکر ابوسانه و بسیار به نظر من واقعا اینو دفاع کردن از اسلام، همون گر تو قرآن بدین نمتخانی ببری رونق مسلمانی است. قرار بوده جامعه اسلامی اینقدر قدرت داشته باشه و اینقدر توانایی داشته باشه که بتونه جوانای خودش رو قانع بکنه که چرا ما با امریکا مرزبندی داریم، چرا با کسانی که در خارج از کشور نشستن و دنبال براندازی هستن مرزبندی داشت. مهمترین چیزی که ما در مقابل اسرائیل نیاز داریم، ما نمیتونیم با اسرائیل دعوامون و خصومتمون ذاتیه، اصیله، ما نمیتونیم با اون کنار بیاییم، ولی برای مبارزه که فقط موشک لازم نداریم یا سخت افزار، به نرم افزار، به جنبش نرم یا نرم افزاری احتیاج داریم. ما باید جامعهمون راضی باشه، باید توش آزادی باشه، مردم درش دخالت داشته باشن، احزاب، مطبوعات، اینها پتانسیل ما رو بالا میبره، اینها قدرت بازدارندگی به ما میده. قدرت بازدارندگی کشور بسیار مهمه در تعاملش با خصم. شما باید اول موازنه قدرت ایجاد بکنید. نمیشه مملکت رو اینطوری با این تصوراتی که آقای شریعت مداری داد اداره کرد و بعد بگیم که به نتیجه میرسه. من اینو قبول ندارم، معتقدم نیستم. برداشت ایشون از نظرات رهبری برداشتی است که نظر رهبره. بنده هم اون نظرات رو، این برداشت رو دارم و میگم به نظر من تقویت کشور برای اینکه در مقابل دشمن بایسته این هست که بتونه از پتانسیل تمام آحاد جامعه استفاده بکنه، امکانات. و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم انتخابات سال 92 در سال آینده بسیار حیاتیه. به جای اینکه اقتصاد و به جای اینکه مسائل دیگه توش معیار باشه، صلح طلبی و ارتباط با جامعه بین المللی مهمترین محور انتخابات سال 92 خواهد شد. بله، عرض شد به حضور شما که ممنونم. احساس میکنم که آقای اسکرزاده اون بخشای قبلی رو یه مقداری ازش عبور کردن که خوبه، منم خوشحالم که از اون عبور کردن. نه اگه وقت بدید بعد جواب میدم. نه میخوام عرض بکنم که من اول این عرض میکنم، ببینید میفرمایید این سند ها سنده، خب چیه؟ سند مگه چیه؟ ببینید بحثتر اینه که سوالی کردن، من سوال اون قبلش این سوال مقدر رو کرده بودم از شما. وقتی که آقای نتانیاهو با صراحت میگه از اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه ما در داخل ایران هستن، چرا هیچ کدوم موضع نمیگیرن؟ هنوز هم موضع نیستن. چرا موضع نمیگیرن؟ وقتی آقای اوباما میگه ما تکلیف خودمون میدونیم از جنبش سبز حمایت بکنیم، چرا موضع نمیگیرن؟ یک کلمه بیان بگن آقا ما قبول نداریم. این آقای ابوترابی رحمت الله علیه، شهید ابوترابی، یک گروهی اسمشو توی لیست انتخابات آورده بودن. ایشون اومد یه شبی بعد صحبت کرد، گفت من نمیخوام اسمم توی لیست باشه. گفتم چرا؟ ایشون گفتش که به خاطر اینکه من نسبت به منبع درآمد اینا تردید دارم و اسمش رو بعد اطلاعی داد که معروفه. خب شما میومدین اطلاعی میدادید. اما در مورد اینکه آقا جان شارک کیه، جین شارک کیه، باید عرض بکنم که من الان خدمت شما عرض میکنم کیه. ببینید آقای اسکرزاده، شما میفرمایید که مگر در داخل کسانی نیستن؟ بنده معتقدم هستن و نیستن. شما این شعار معروف رو شنیدید، فشار از پایین چانه زنی از بالا، درسته؟ این شعار مال کیه؟ دوست عزیزم آقای حجاریان. نه خیلی، مال آقای جانکینه. قطعاً عقل آقای حجاریان 10 برابر جانکین هست. قطعاً در من سند میگم، وقتی که میگم سند رو چه ارزشی در داره؟ یه جمله شما بذارید حرف منم بزنم. این اتفاق در جلسه کارشناسی اتفاق افتاده که آقای جانکین اومده اینجا. آقای ریچارد رورتی 2 بار اومده ایران با اصلاح طلبو برنامه گذاشته. ببینید شما میگید که اینا خودشون بودن، اینا پس کیان؟ اینا برای چی اومدن؟ چرا دقیقاً همونی که اونا میگن عمل میشه؟ معذرت میخوام، مگه ما غیبگو بودیم؟ 2 هفته قبل از اینکه رنگ سبز رو انتخاب بکنن ما در روزنامه نوشتیم به زودی اونا یه رنگی انتخاب میکنن. ای کاش شما همین چیزا رو با دولت آقای احمدی‌نژاد پیش بینی میکردید. الان که بحث شما، من احساسم اینه که یه کمی دارید بحث رو میبرید بین دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای خاتمی. بحثی نیست. دولت آقای احمدی‌نژاد مدافع خودش رو داره. دولت آقای مدافع خودش رو داره. در زمین اینو این که میفرمایید دارید، اینا مستندات، اینا اومدن. در ضمن ممکنه بگید اونا اومدن حرف خودشون رو زدن، اینا دنبال نرفتن. بحث اینه که اینا دنبال اونا رفتن.
ببینید شما یادتونه در جریان جنگ یه موقعی اسرائیلی‌ها اومدن یه نکته‌ای رو مطرح کردن و گفتن که یه موضوعی رو مطرح کردن از طریق بنگوریون، فرودگاه بنگوریون مصاحبه شده، بعد شما یادتون باشه. بعد مطرح کردن این موضوع رو که ایران داره از اسرائیل اسلحه می‌خره. حضرت امام اومدن در بلافاصله همون شب، حضرت امام در پاسخ فرمودن که ضمن اینکه اینو رد کردن، فرمودن که انقدر اسرائیل خبیثه که میدونه اگه دستش رو تعبیر امام این بود به بحر اکبر هم بزنه نجس میکنه. خب چرا حضرت امام بلافاصله گفتن؟ و این در حالی است، ممکنه بگید که ممکنه گفته بشه که بعد حضرت امام نستجیر بالله، حضرت امام هم گفتن، نفی کردن، ولی نه چنین اتفاقی افتاده. ببینید واقعیات نشون میده که حرکت ما در جنگ حرکتی نبود که بخواد اسرائیل ازش خوشش بیاد. حرکت جریان فطره حرکتی بود، دقیقاً اون بود که آمریکایی‌ها می‌خواستن، دقیقاً اون بود که اسرائیلی‌ها می‌خواستن. اینجا شما می‌فرمایید که باید ما گونه‌ای برخورد کنیم که حرکت نرم افزاری. من همیشه مطلب می‌خوام، من به سرعت میگم، اجازه بدید منم یه وقت دارم، به سرعت میگم. شما میگید حرکت نرم افزاری، من به شما عرض می‌کنم، به قول دلم نمی‌خواد از قولونه بگم، ولی فعلا به قول نشریه هافینگتون میگم، خطاب به آقای اوباما میگه اگر ما در حرکت نرم افزاری پیشرفت برنده هستیم، پیروز هستیم، پس چرا امروزه با این که ما 50 سال، اون میگه 50 سال البته بیشتر هم است، میگه با وجود میخوام این حرفی بزنم، در حالی که در حالی که ما 50 سال در آمریکا در خاورمیانه حضور داشتیم، امروزه همه مردم از ما در خاورمیانه نفرت از ما هست و رویکرد به انقلاب اسلامی ایرانه. این نتیجه اون نرم افزاری. اگر قرار بود که ما هم در مقابل اون پیشنهادات سازشکارانه کوتاه می اومدیم که الان به اینجا نمی رسیدیم. اشاره کردید که من معتقد نیستم که نظر فلانی دقیقا نظر رهبری. من از رهبری چیزی نیوردم، من از رئیسم رو دارم مستندات رو میارم. نظر رهبری خیلی بالاتر از اونه که من بخوام بهش چیز کنم، بخوام به اصطلاح از ایشون مایه بذارم. نه، من دارم حرف خودم رو میزنم و سند رو آوردم. شما اگه این سند رو میگید درست نیست، خب بفرمایید. شما میفرمایید که بایستی بریم بین دموکرات ها و جمهوری خواهان فاصله بندازیم، بینشون لابی. آقای اصغرزاده، اینا مال دهه 40. ببخشید شما چند بار به من چیزایی گفتید، من هیچی نگفتم، ولی فقط این یکی رو دلم میخواد به شما بگم. اینا مال دهه 40. واقعا دموکرات ها و جمهوری خواهان در این زمینه با هم تقابلی دارن؟ نه. شما الان ببینید، شما پس ببینید، پس نگید، میگم تهدید ایجاد نکنید، فرصت ایجاد کنید. از فرصت ها شما میفرمایید تهدید ایجاد نه، ما که داریم مسیر خودمون رو میریم. ما مگه چی؟ مگه ما اومدیم اول کاری کردیم؟ مثلا ببین سوال از فرض برسید، شما اگه مطلبی دارین تیک تاک بگین، فهم دو سوال هم من بپرسم دیگه، حق دارم سوال از شما بپرسم. خواهش می‌کنم. نه سوالتون بپرسید. فقط من قبل از اینکه سوال بپرسم بگم که دوستان و همکاران عزیزمون در باشگاه خبرنگاران دارن لحظه به لحظه مطالب برنامه رو روی سایت می‌گذارن، www.yjc.ir می‌تونن دوستان مراجعه بکنن ببینن. من سوالم اینجاست که حالا اشاره کردیم همین از کلام آخر آقای شریعت مداری استفاده میکنم در مورد این ارتباط که گفتیم بعد بریم بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها و اینها. من میخوام ببینم قطعا شما اینو قبول دارید که آمریکایی ها توی این مدت خیلی تلاش کردن با ما ارتباط بگیرن، خیلی راه های مختلفی رو رفتن، ولی دوست دارم از زمان شما بشنم که آمریکایی ها دنبال چه ترکیبی این بر هستن، یعنی اون دولت یا اون بخشی که دوست ایرانی که میخوان آمریکایی ها دوست دارن باهاش ارتباط بگیره چه جور ایران، چه جور دولتی هست؟ برای امریکایی‌ها خب طبیعیه که اگر یک دولت همسوی با خودشون رو بتونن بذارن چیز مثبتیه، منافعشون تامین میشه. مهمترین تأثیری که تصرف سفارت امریکا داشت این بود که ایران رو از مدار جاذبه امریکا خارج کرد، یه کشور کاملا مستقل کرد. ولی این بحثی که اونها چی میخوان مهم نیست، اینی که ما چگونه از فرصت‌ها استفاده کنیم. آقای اوباما بالاخره اومده تو مصر و تو ترکیه گفته جنگ، من با جنگ مخالفم و جنگ صلیبی رو نمیخوام راه بندازم. آیا برای ما بهتره که اوباما باشد یا رامنی؟ این که چیز خیلی سختی نیست. درسته تمام اینا پا میشن میرن اسرائیل، حلقه به گوش نظام اسرائیل هستن. خب چه کارش کنیم؟ قراره که ما همه دنیا رو علیه خودمون بسیج کنیم؟ ما قراره نگاه کنیم ببینیم کجاها میتونیم از گپ‌ها، از شکاف‌های داخل اون جامعه استفاده کنیم. مگر جنگ ویتنام رو خود جوانهای امریکایی جلسفایی نستادن؟ مگر خود تصرف سفارت امریکا باعث یک نوع بسیج سمپاتیک بین جوانهای امریکایی نشد؟ تو خیلی از کشورهای دنیا این اقدام دانشجوها رو پذیرفتن.
خیلی از کارها هست اگر خوب طراحی بشه میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از چیزایی که تو امریکا اثرگذار سیستم و سازوکار تصمیم گیری تو اونجا به این گونه هست که لابی های موجود که الان لابی صهیونیستی اونجا بسیار قویه تاثیرگذار توی انتخابات. همونطور که اون دفعه ما در انتخاب حزب دموکرات و اومدن برآمدن ریگان تاثیر گذاشتیم، این دفعه هم به نظر من اگر ایران سیاست خودش راجع به آینده قضیه که البته به نظر من قطعا این سیاست این نیست که بگه من رابطه میخوام برقرار کنم، ولی میتونه با یک سورپرایزی در مورد انتخابات امریکا تأثیر بگذاره. شما شاید بگید آخه این که یعنی چی؟ بالاخره چند درصد به نفع ماست؟ معلومه به نفع ما نیست، امریکا دشمنه، ولی این که ما آیا کاری بکنیم که تمامی فرصت‌هایی رو که خودمون میتونیم تولید کنیم تبدیل به تهدید بکنیم؟ بعدم میگه وایسین بگیم این ملت شریف وایستاده داره مقاومت میکنه. خب بله ملت مقاومت میکنه، هنر دولت مردا و هنر دولت سیاست مدارا اینه که شرایطی رو ایجاد کنه که مردمشون راحت تر زندگی کنن. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی باشه، نه اینکه ما تو داخل بشینیم چون دلمون میخواد فلان جا بجنگیم یا از فلان آقا دفاع کنیم همه هزینه‌هاشو مردم بکشن. این به نظر من روش غلطی است، سرنا رو از سر گشادش زدنه. ما باید ابتدا تعیین کنیم که منافع ملیمون چیه. یه شورای عالی امنیت ملی داریم، بسیار خوب اون استراتژی امنیت ملی رو ترسیم میکنه، میگه برای ما این منافع، بر اون اساس ترسیم میکنیم چه کاری باید تو دنیا بکنیم. اخیراً من سال بعد از آقای اسدزاده پرسیدم، یه خبری رو نیویورک تایمز زده بود که نمایندگان ایران و آمریکا در دبی دیدار کردن، بعد قرار گذاشتن مذاکرات مفصلی رو هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری داشته باشن، که البته شنیده که هر دو طرف تکذیب کردن. این خبر چی میتونه باشه؟ تحلیل شما، تشریح شما از این خبر چیه؟ اصلا اولا یه گروهایی هستن تو ایران و تو امریکا که دلشون میخواد رابطه برقرار کنن، حالا این کارا رو میکنن، اما اگر واقعا یک چنین چیزی بوده باشه، اون چیزی که تو نیویورک مطرح شد که من گفتم همون حرفه های شریعت نداری رو منم قبول دارم از موضع ضعف، و این امریکا اگه بفهمه که ما وقتی داریم وارد مذاکره میشیم داخلمون اختلاف هست و دچار مشکل هستیم، مثلا نرخ ارزمون اینطوری شده، خب گران میفروشه. ما وقتی باید بریم حضرت امام اگه یادتون باشه سر قضیه مسئله گروگانگیری، مسئله حل مسئله رو سپردن به مجلس و گفتن برید امتیاز بگیرید. اون 4 موردی هم که توی اون به حساب گزارش شما بود کاملا 4 مورد امتیازگیری بود. یعنی وقتی شما میشینید با یه کشوری دیگه میخواید مذاکره کنید، شما که از اول نمیخواید دستتون رو ببرید بالا، نمیخواید تسلیم بشید، پیش شرط هم نمیخواید بپذیرید، باید ببینید چی گیرتون میاد. به نظر من اگر این مذاکرات مبنی بر این هست که ما موفق بشیم منافع ملیمون رو تضمین کنیم، تامین کنیم، امنیت برای کشورمون ایجاد کنیم، خوبه. اما اگر این نیست و میخواد ذلیلانه یک رابطه مثلا پالس فرستادن و این چیزا باشه، اینها فوق العاده به ضرر کشوره. شما با شجاعت میتونید به نظر من بین انتخابات آینده ای امریکا، یعنی چند روز دیگه برگزار میشه، تا انتخابات سال 92 هیچ اتفاقی نمیفته، انتخابات 92 ایران، اگر میخواد مذاکراتی شروع بشه بعد از اون موقعی باید باشه که مردم با یک شرکت و مشارکت بالای انتخابات 92 رو شرکت بکنن و در حقیقت مملکت از این دعواها عبور بکنه، یک انتخابات ریاست جمهوری مقتدرانه پشت سر گذاشته باشه، اون دولتی که سر کار میاد از هر جناحی بیاد اون میتونه این باب رو جلو ببره، مذاکره جلو ببره. ولی این مذاکرات به مفهوم برقراری رابطه نیست، اینا گامهایی است که بعداً باید پله پله طراحی بشه توسط نهادهایی که داخل ایران مسئولیت داره. حاجی شریعت مدری، اگر تا چند ماه دیگه آمریکایی‌ها پیشنهاد گفتگوی مستقیم به ایران دادن، پاسخ ایران چه خواهد بود؟ من اجازه میخوام به یه دو سه تا نکته اشاره بکنم بعد به این سوال شما پرسیدم. اونطور که آقای اسدزاده از این فرصت استفاده فرمودن، من اون که گفتم جان کین تصحیح میکنم، این تیموتی اش بود، چون این انقدر این عجق و عجق زیاد اومدن ایران و رفتن و با اینا جلسه گذاشتن، آدم اتمیشون رو باز یه وقت قاطی میکنه. این افتخار اما... اصلاح طلباست که اینا اگه اومدن باش تو جلسه گذاشتن. اصلا جلسه... اون جلسه چیزی گیره اصلاح طلبا نمیاد آقای. بله گیره اونا نمیاد، گیره آمریکا اومد. آره خیلی اومد. یعنی گیره اونا که معلوم بود نمیاد. و در ضمن هم افتخار اگه بود باید با افتخار اعلام می‌کردن، نه اینکه پنهانش کنه. تو دانشگاه تهران جلسه گذاشتن برای آقای نه اختیار دارید در این خیابونی من نذارید آدرسش رو بگم. جلسه گذاشتن پنهان هم بود. نه پنهان بود. ولی مدافع نیستی. ای مدافع نیستی چرا دفاع می‌کنید؟ مدافع یعنی کسی که دفاع می‌کنه دیگه. و این تهران عجیبه. خب یکی این نکته رو خواستم عرض بکنم. نکته دیگه هم این هستش که این که ایشون می‌فرمایند باید به گونه‌ای برخورد کرد که افکار عمومی دنیا رو روشن کرد، من میخوام عرض کنم من به دولت و اینا کاری ندارم، حرکت انقلاب افکار عمومی دنیا رو روشن کرده.
شما باورتون میشد که در 80، ببین این دیگه گزارش نیویورکره، گزارش خود CNNه با همراه با تصویر، شما باورتون میشد که در 80 شهر آمریکا و کانادا تظاهرات همزمان برپا بشه به حمایت در محکوم کردن شهادت شهید احمد و شهید روشن و در مقابله مخالفت با جنگ علیه ایران؟ ببینید چقدر شعارها رو شما ببینید، شعارها رو ببینید. اینو کی برگزار کرده؟ خود آمریکایی‌ها. پس ملت آمریکا مردم بله خوبیان. بله خوبه. پس حرکت اینجا دفاع می‌کنیم از مردم. حرکت انقلاب تونسته در اون اثر بذاره. قطعاً. پس نفرمایید که باید اون چیز بکنه. پس میشه با مردم آمریکا رابطه برقرار کرد؟ بله، رابطه کسی با مردم که نفی نکرده. بس اینه که نرید با سردمداران آمریکا رابطه برقرار کنید. اما برگردیم به این. ببینیم مگه الان جنبش وال استریت حرکتی غیر از اینه؟ اما برگردیم به اون نکته شما. ببینید من می‌خوام این عرض کنم. آمریکایی‌ها مذاکره رو برای مذاکره فقط میخوان، نه برای حل مسائل فیما بین. چرا؟ بزرگترین نیاز آمریکا الان چیه؟ ببینید آمریکایی‌ها، من این که دارم عرض میکنم، ببینید عین تحلیلی هستش که آقای دیوید فروم در CNN داره. دیگه حرف من نیست. دیگه نگید که کیهان اگر توپخونه نبود مثلا در یه نقطه، از ما افتخار میکنیم که توپخونه هستیم، ولی زبون همین مردم پایین شهر حرف میزنیم، نرفتیم اون بالا کراوات بزنیم. ارسلات حضور شما که ببینید مذاکره رو برای مذاکره میخواد. چرا؟ آمریکا یه دنبال اینه. به مجردی که ما پای میز مذاکره نشستیم اونو فاکتور میکنن و به جهان در حال تحول امروز ارائه میدن، با این مفهوم که اگر حرکت شما نهضت های اسلامی، اگر انقلاب های اسلامی منطقه نگاهتون به ایران اسلامی است، به انقلاب، به مقاومت 33 ساله ایران اسلامی است، ایران اسلامی هم نهایتاً چاره جز این نداشت که با ما کنار بیاد، با ما سر یه میز بنشینه. ببین این حرفی هست که خودشون میزنن. من خوبه که تیکه از تحلیل آقای دیوید فروم میگم. ببین دیوید فروم میگه ما فرض کنید که فردا ایران از در برنامه هستیش کوتاه اومد، بعد ما میخوایم چیکار کنیم؟ بعد ببینید با صراحت میگه تحریم ها به خاطر برنامه هستی ایران نیست. این تحریم ها، هدف نهایی تحریم ها دو هدف اصلی است. یک، در مرحله اول تغییر رفتار، و در مرحله دوم تغییر ساختار، یعنی تغییر براندازی نظام. بعد میگه ما در تغییر رفتار، به تغییر رفتار نیاز مبرم داریم برای ارائه کردن به دنیای در حال تحول خاورمیانه. و درست هم همینه. یعنی ببینید میخواد بگه مثل قیصر که همه راه‌ها به روم ختم میشه، خود بگه اگر قرار بشه که شما پای این مذاکره بشید به شما چیزی نمیدن. تا به حال چندین بار چنین، مثلا فرض کنید مگه ما در مورد همین برنامه هسته‌ایمون با آمریکایی ها از طریق 5+1 مذاکره نداریم؟ شما میفرمایید که برنامه ها رو، شما فرمودید که همه کارا رو دولت آقای خاتمی کرد. من میخوام بگم به یه نکته دوباره اینو اشاره کردید، اشاره کنم، نمیخوام با آقای خاتمی چیز کنم. بله در دولت آقای خاتمی اتفاقاتی افتاد، در اون حرفی نیست. منتها ببینید اینقدر ما پیش رفتیم تا اینکه در اجلاس لندن وقتی بهشون گفتیم بهترین تضمین چیه، چون در اجلاس پاریس از ما تضمین خواسته بودن، قرار شد تو اجلاس لندن ما تضمین بدیم، تضمین عینی بدیم و از اونا تضمین قطعی بگیریم. تضمین عینی بدیم که دنبال تولید سلاح نیستیم. وقتی ما وارد اجلاس لندن شدیم، ترویکای اروپا، اون سه کشور اروپایی، حرفشون این بود، گفتن بهترین تضمین برای ما آن است که شما اساساً از برنامه‌های هسته‌ایتون دست بکشید. اینجا دیگه رسما اعلام شد. بعد از اون بود، ببینید اینا در دولت آقای خاتمی، بعد از اون بود که قرار شد برنامه‌های به تعلیق درآمده یک به یک از سر گرفته بشه، چون همه برنامه به تعلیق درآمده بود. آغاز کار از UCF اصفهان بود، کارخانه UCF اصفهان که چک زرد رو، یعنی هگزافلور، چک زرد رو تبدیل به هگزافلور اورانیوم میکنه که بعد میره توی نفت. خب ببینید
آغاز از اونجا بود. شما برید گزارش‌ها رو ببینید چه سر و صدایی کردن. آمریکایی گفتن با تحریم، آمریکایی گفتن که ما حمله می‌کنیم، فلان می‌کنیم، و تنها یک نفر وایستاد گفت نه ادامه میدیم و به یوسف اصفهان از سر گرفته شد. و افرادی که تو همون دولت بودن خیلیشون مخالف بودن. من نمیخوام بگم نقض به چیز کنم، من اینو قبول دارم که اینجور تصمیمات کلان در یه جای دیگه گرفته میشه، اما در مورد اون نکته مورد نظر شما همونی که عرض کردم، به نظر من برداشتم اینه که مذاکره برای مذاکره میخوام، برای مذاکره میخوام. من این الگویی کردم دست مردم منطقه است رو به نوعی بگم اونا آوردن پای میز مذاکره. اگه این باشه باید اصلا مذاکرات چین و امریکا و روسیه و امریکا و همه کشورهای مستقل با امریکا رو تعطیلش کنیم. چین الان چی انقلابی نیستن در دنیا؟ چی توی دنیا مثلا شما میتونید برید با این الان شما توی خاورمیانه شما توی... من یه نکته از آقای فهمی هویدی بگم. چرا شما مذاکرات آقای لاریجانی و سمنا آقای شریعت مداری که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد در سال 85 به توافق 4.5% غنی سازی رسید توسط آقای احمدی نژاد کنار گذاشته شد؟ آیا اصلا بزنیم بحث دولت صحبت بکنیم. اون یه شریعت مداری بحث هستی رو دارید میکنید. من که عرض کردم ما در مذاکرات هستی یه نمونهش من نظرم میخوام شما در همین مذاکرات دستاوردها رو ما کنار میذاریم. من آمریکایی ها در همین مذاکرات هسته‌ای تا حالا نشون دادن که اصلا صادق نبودن. شما ببینید این پرونده هسته‌ای موجوده دیگه. حالا میشه خودمون باز بحث گفتگو رو من شما نوبت شماست. شما بفرمایید. ببینید دوست عزیز آقای رنجبران و جناب آقای شریعت مداری، در این که نه امریکا، مگه ما دنبال این نیستیم که اگه امکان این رو داشته باشیم که یک دولت طرفدار خودمون تو امریکا ایجاد کنیم؟ همه کشورها وقتی میتونن شعارهاشون منطقی باشه که به یک توازن قدرت با یک کشور دیگه رسیده باشن. اتفاقی که باید بیفته اینه که شما با دارای این توان تأثیرگذاری باشید. اگه نباشید هر مذاکره ای، این حرف آقای شریعت مداری رو من قبول دارم، اگر دارای این پتانسیل از درون نباشید، دارای این توانایی ملی نباشید، دارای اجماع ملی نباشید، یک فهم مشترکی از منافع ملی نداشته باشید، بله پای میز مذاکره میخورنت، ولی قرار نیست پای میز مذاکره بریم که ما رو بخورن. قرار پای میز مذاکره بریم که زندگی مردم رو راحت تر کنیم. این اتفاقی نیفته که داره میفته تو خیابونای تهران. به جای زندان اوینی که آقای احمدی‌نژاد میخواد بره بازار تهران ببینه چه خبره، بره تو بیمارستانا ببینه چه خبره، اونجا رو بازدید کنه. من ببخشید، ببینید در مورد این که ما همینطوری شعار بدیم بعدم از مردم هزینه کنیم بگیم خب ما پای هیچ میز مذاکره ای نمیریم، خب آخه این از کجا شما در میارید؟ من میگم بابا تمام این صحبت هایی که از اول انقلاب شده تا حالا مقید و مشروط بوده. شما نمیتونید بگید اساس مذاکره برای این است که فلان. من براتون کد دادم بعد از قطعنامه 598 بین دولت ایران و دولت عراق مذاکره شد. ما بر اساس مذاکرات امتیاز گرفتیم. مذاکره به این مفهوم نیست. اگر هم فکر میکنید که امریکا یک قولی است، یک هیولایی است، این امریکا حراسی باعث میشه که ما اصلا قدمی بر نداریم، آچمز بشینیم، این چه وضعیه برای مملکت داریم ایجاد میکنیم؟ شما باید این اعتماد و این اطمینان رو به کارشناساتون، به دیپلماتاتون بشینه بدید تا اونها بررسی کنن ببینن چه راههایی میشه امتیاز گرفت از امریکا و چقدر منافع کشور رو تأمین و تضمین کرد. اونها قطعا همینطوری دو دستی به شما نمیدن. اونها از ما خوششون نمیاد، از انقلاب خوششون نمیاد، همون زمانم هم دلشون میخواست شاه برگرده. الانم اگه بتونن، بله این حرف آقای رنجبران، اگه بتونن یک دولت طرفدار غرب ایجاد کنن شکی نیست، ولی قرار نیست که بنده حاکم قطر و بحرین و عربستان و ترکیه و عراق و انگلیس و فرانسه و همه رو کنار هم بذارم بگم شما دشمن مایید. آخه چرا باید این تصور رو ایجاد بکنیم؟ یکم اجازه بدیم که نفس بکشیم. خود جناب علی آقای شریعت مداری بحرین رو یه چیزی نوشتید که بعد بحران ایجاد کرد تو رابطه ایران و بحرین. بحرین جزء سرزمین ایران، شما به چه حقی می‌نویسید؟ بنده هم اعتقاد دارم که بحرین یک زمانی متعلق به ایران بوده. ما حق نداریم وقتی یک کشوری یک نظامی مستقر، دیپلماسی داره، رهبر داره، قانون اساسی داره، شورای نگهبان داره، بشینیم هر چی می‌خوایم بگیم بعدم بحران ایجاد کنیم، وزیر خارجه پاشه بره اونجا. به نظر من بعضی از این حرفا اگه آقای جرنج برن این جلسه میخواد ادامه پیدا کنه، بنده تا نماز صبح در خدمتونم. اگه نه خواهش میکنم یک جلسه دیگه بذارید با آقای. من حرفای زیادی دارم، باید بشینیم ما سنگامونو وا بکنیم. این نسل جوونی که الان به من و شما و آقای شریعت مداری مشکوک نگاه میکنه، وقتی منو میبینه میگه شما چرا رفتی سفارت امریکا رو گرفتید که زندگی ما اینطوری بشه؟ من باید برای او ثابت کنم که اگر این کار نمیشد
مملکت شما بدبخت‌تر میشد. اگر این کار بشود چه اتفاقاتی میفته، مثبت یا منفی؟ ما باید رو واقعیات حرف بزنیم. مذاکره کلن بگیم بد است، همون تبرر. این بینش ادعای جان ناپلئونیه. همه دنیا رو امریکا صهیونیست‌ها گرفتن، اصلا نمیشه نزدیک امریکا باشه شد. ببخشید من یه سوال دیگه داشتم از آقای اسدی رادم خدمت شما. من ببینید موضوعات زیادی مطرح شده، شما یه وقت حالا بذارید من سلام از آقای اسدی رادم همین خدمت شما برگام آخر. آقای اسدی الان در آمریکا صحبت از گزینه‌های پیشرو در مقابله با ایران هست که آمریکایی‌ها چه کار با ما می‌خوان بکنن. سه تا گزینه عمده مطرح هست، یکی اینکه پذیرش ایران هسته‌ای و کنار اومدن با اون، یکی پذیرش ایران داره توانایی غنی‌سازی محدود و یکی هم حمله محدود برخی از تأسیسات ما، تأسیسات اتمی و برای جلوگیری از قدرتمندتر شدن ما تو این عرصه. به نظر شما آمریکا کدومی از این گزینه ها؟ اولا تبریک بهت میگم آقای رنجبران در اینکه سوالایی رو که انتخاب میکنی فوق العاده به حساب انضمامی و چیز قابل لمسه، این خیلی کار خوبیه و این برنامه اگه بره به این سمت. بله در این که امریکا کدومی که از این، اولا گزینه این که میگن رومیز هست گزینه، اینا شوخیه. حمله نظامی به این کشور امکان پذیر نیست، یعنی حمله نظامی جز این که ملت رو متحد بکنه هیچ اثر، خود اونا میدونن که چه آثاری داره این حمله نظامی. اما گزینه اینی که دارن میگن بخشش امریکا داره تبلیغ میکنه به خاطر اینکه نظر یهودیا و صهیونیستا رو جذب کنه، ولی به نظر من دموکرات ها و اوباما گزینه روی میزش طبعا گزینه‌ای که به سمت مذاکره میره برعکس رامنی. البته من میگم در فاصله انتخابات امریکا تا انتخابات سال 92 اتفاق خاصی شاید نیفته، چون اونها وقتی میخوان مذاکره کنن که تکلیف دولت آینده مشخص تر شده باشه. اما به نظر من امریکا به این سمت خواهد رفت اگه شما یه مقداری با مدیریت کنید، مدیریت در حقیقت این مذاکرات صورت بگیره به سمت اینکه بپذیرن صلاحیت‌های هسته‌ای کشور رو تا یک درصدی از غنی‌سازی. درسته یه زمانی میگفتن که ما اصلا غنی‌سازی رو قبول نداریم، باید تعطیل بشود، باید فلان بشود، ولی بالاخره دیدید که کوتاه اومدن. درسته من میگم دنبال امتیازگیری هن، اصلا میز بین‌المللی اینطوری نیست که از اولش بیان عاشق چشم ابروی ما باشن و بخوان هی بهمون امتیاز بدن. باید شرایطی پیش بیاد. به نظر من بین این گزینه‌ها گزینه واقع بینانه ترش اینه که افکار عمومی امریکا چگونه هدایت کنه رئیس جمهور بعدیش رو و چگونه اون رو در رابطه با اقتصاد خودش ببینه. برای مردم امریکا مسئله غنی سازی ایران به نظر من اصلا مهم نیست. اینی که 47 مرتبه اسم ایران توی مناظره رامنی و اوباما برده بشه، این برای مردم امریکا مهم نیست. برای مردم امریکا فقط مهم اینه که چه رابطه‌ای بین این انرژی هسته‌ای ایران و دعوایی که اینا با ایران دارن با زندگی و معیشت روزمره‌شون هست. و به این دلیل هست که اگر ما بتونیم رو افکار عمومی امریکا و دنیا کار بکنیم و جلوی اجماع جهانی رو بگیریم، میتونیم به امتیازات هسته‌ای بهتر هم دست پیدا کنیم. خب ما سه بار زمانمون تمدید شد. بله. دیگه آخرین باری که به ما لطف کردن و زمان دادن 10 دقیقه دیگه دادن مدیر شبکه. عرضم حضورتون که از این 10 دقیقه 5 دقیقه برای شماست، 5 دقیقه برای اصلاح در خدمت شما هستم. بله ببینید من فکر میکنم که بهتر موضوع روی بستر اصلی خودش بره. ببین آقای اصغرزاده میگن که ما بایستی در حالی که قدرت بالایی داریم در اون حال وارد مذاکره بشیم، یعنی از توان و موضع بالا. خب ببینید اتفاقا بحث الان بر سر همینه. دوستانی که پیشنهاد میکنن که ما کوتاه بیایم. ببینید بحث بر سر اینه، میگن و چون به گردش نمیرسی برگرد. ما میگیم نه، ما توان و قدرت داریم به عنوان اگر قرار باشه که یه روزی بحث بر سر مذاکره باشه دیگه نباید طرف مقابل برای ما شرط بذاره. اونا برای ما شرط میذارن، اونا نتیجه مذاکره رو از قبل تعیین میکنن. اینا که توی اخبار و گزارش های خود اونا هست. چرا شما، من عذر میخوام، یه موقع است که شما آرزوها و خواستهای خودتون رو میگید، یه موقع است که مستندات موجود رو میگید. واقعیت موجود اینه که اونا دنبال مذاکره با شرط تعیین نتیجه نهایی هستن. شما بفرمایید که مثال بزنید، میگید مگه ما با عراق مذاکره نمیگه؟ الان بحث مذاکره با عراقه. چی گفت ما با عراق مذاکره نکنیم؟ اصلا بحث اون نیست، بحث مذاکره با عراق نیستش که. اینم که میفرمایید روی افکار عمومی آمریکا اثر بذاریم، من به نظرم میاد که اینا شعارهای خوبیه،
ولی مصداق بیرونیشو ببینید. آیا شما جنبش وال استریت رو قبول دارید؟ چه جنبشی هست دیگه؟ بله. آیا قبول دارید که اونا شعار اصلیشون نفی نظام سرمایه‌داریه؟ نه. بله. اینا خودشون در آوردی. شعار خودشونه. هیچ کدومشون نمیگن نظام سقوط کنه. میگن بابا چرا این کنه آقای عزیز؟ ببینید نگید نمیگن نظام سقوط کنه. میگن ما نظام سرمایه‌داری میگن باید نظام سرمایه‌داری برچیده بشه. این شعارشونه. نه. ببینید آقا اینا تابلوشونه. ببینید شما کسی ترجمه نمی‌کنه. اینا عین مطالبی هستش که اتفاقا خودشون مطرح میکنن. همین صدا سیمای ما تابلو شما میگه تا پلاکارد اینا رو ترجمه میکنید. این که دشمن اصلی ما کاپیتالیسم است مگه شما ترجمه میکنید؟ این که ما 99% این به حاضر نیستیم. نه مال 40 سال مال همین یک سال قبل من جواب شما مگه نمیگم مال مگه شعار ما یک ده حاضر نیستیم زیر بار حاکمیت 1% بریم مگه مال اونا نیست؟ ببینید من تعجب میکنم آقای اسدزاده. یه نکته ای رو برای شما بگم. همین آقای برژینسکی که الان صحبتش درست، همین آقای برژینسکی در روز 29 می 2011، شما میتونید نظر این نکته ای رو که من عرض میکنم برید روی سایت دویچه وله، خب در اون تاریخ میبینید، یعنی شما 27 برید چون روز 27 دویچه وله نقل کرده، جای دیگه هم نقل کرده. همین آقای برژینسکی در اجلاس آتلانتیک، اجلاس آتلانتیک اجلاسی هستی که مربوط به دو سوی اقیانوس آتلانتیک آمریکا و کشور اروپایی، اونجا ببینید چی میگه. این نکته ای رو که دویچه وله نقل میکنه، میگه کدام احمقی آمریکای ابرقدرت 2001 رو از بلندای 2001 به دره کنونی کشانده است. بعد میگه دموکرات های احمق یا جمهوری خواهان دیوانه. بعد در انتهامش میگه که نقد تحولاتی که در منطقه هست نشون میده که ما به یک پیچ بزرگ رسیدیم. بعد تاکید میکنه که من نقش ایران رو برجسته میبینم. من بهتر از قول حالا حرف میگید که این ترجمه میکنه اون ترجمه، بذار اینا رو براتون بخونم. اجازه بدید من این نکترم بخونم. من سعی میکنم. ببینید این عینه ترجمه شده متن ترجمه شده آقای اظهارات آقای بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکاست. اینم در دسامبر البته 2011 است. ببینید چی میگه. من تیپای اولش میگم. دفعه قبل که کنار این تریبون ایستادم درباره ایران هستی هشدار دادم. اکنون زمان گذشته و لولا و محور تاریخ ممکن است به زودی چرخش پیدا کند. ببینید تعابی چون این خودش نخواستم این ترجمه است. امروز از تنگه خیبر آیا از قضا شما که میفرمایید باید تأثیر گذار باشید. امروز از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل و طارق در مراکش تحول و دیگرگونی عظیمی در حال وقوع است. این ارتعاش و نوسان که به زلزله شبیه است کشورها را متلاطم و دولتها را متلاشی کرده است و همه ما همچنان شاهد ادامه این نوسانات هستیم. اینا تصحیح نیست؟ صحنه های استثنایی در تونس و قاهره خاطرات برلن و پراگ 1989 را زنده نمی کند. یعنی اشارهش به فروپاشی شوروی و فروپاشی ریختن دیوار برلین برداشت نمی کند که اگر چنین بود خوشایند بود. امروز شاهد ماجرای 1979 ایران هستیم. باید قبول کنیم نیروی قدرتمندی وجود دارد که با الگوی مورد نظر ما مخالف است. در رأس این نیروهای قدرتمند ایران قرار دارد و دیدگاه خود را به منطقه تزریق کرده است. ببینید آقا چی شما میگید تاثیر، من میگم خود شعار ندیم. ببین تاثیر ببینید آقا این انقلابای منطقه سه تا ویژگی داره: یک اسلامیه، دو ضد استکباریه، سومی که مردمیه. غیر از اینه بله. این سه تا ویژگی انقلاب اسلامیه. من 10 تا ویژگی براتون این سه تا ویژگی انقلاب اسلامیه. بنابراین این که میفرمایید تاثیر نداشته، چرا این تاثیر داشته؟ خب آقا تفضل ببینید آقا رنجبران، من معتقد به استراتژی جودو هستم. خودم جودوکار بودم زمان دانشجویی. یعنی باید حریف قدرتمند رو
مقابلش اینقدر تحرک داشته باشی که یک سیب به حساب نیایی، پر تحرک باشی و او رو از تعادل خارج بکنی. یک زمانی که پیش اومد که خانم مادلین آربرایت وزیر خارجه آقای کلینتون رسما از ایران عذرخواهی کرد در یک جلسه ای، و ما در اون موقعیت فرصت طلایی پیدا کردیم که وقتی اون میگه ما در امور داخلی ایران مداخله کردیم، امتیاز بگیریم. اونجا زمانی بود که قابل استفاده بود. 11 سپتامبر که اتفاق افتاد برای امریکا فرصت مناسبی بود برای ما که ما هم نسبت به اون و مبارزه با تروریسم همپای امریکا باشیم. اتفاقی که افتاد در و در حقیقت ترومای ملت چیز ایجاد شد، یعنی شوک ایجاد شد برای ملت امریکا، و بعد مجبور شد این انرژی توسط لشکرکشی به عراق و افغانستان خالی بشه. به نظر من ما در مورد این که بتوانیم امتیاز بگیریم، بتونیم پای میز مذاکره بریم، بتونیم از حقوق مردممون دفاع کنیم، بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم که برای خودمون فرصت ایجاد کنیم، این وقتی به وجود میاد که قدرت بازدارندگی داشته باشیم. قدرت بازدارندگی به این هست که مردم اقناع بشن، راضی باشن که دولتشون وقتی داره شجاع میره جلو پشت سرش باشن و سختی ها رو تحمل کنن، که البته واقعا ملت شریف ایران تا این چند دهه، سه دهه و 33-34 سال از جون مایه گذاشتن. ولی باید ما وقتی شعار رو میدیم طاقت مردم رو هم مراعات بکنیم. برای اینکه این قدرت بازدارندگی ایجاد بشه و ما پای میز مذاکره به قول آقای شریعت مداری دستمون رو بالا نبریم و با گردن برافراشته وایسیم و از حقوق ملت دفاع کنیم، باید پشتمون گرم باشه، باید اجماع وجود داشته باشه و باید آزادی‌های اجتماعی رو افزایش بدیم. احزاب آزاد باشن، روزنامه ها در بیان، فقط چند تا روزنامه محدود در نیاد، اونم بعضیش با اون قیافه عبوس و گرفته ای که میخواد یه تفسیری از انقلاب بده. باید این زندانی های سیاسی هم آزاد کنید. خب من خودم هم کیهانی بودم آقای شریعت مداری. به هر حال به نظر من اینی که شرط بذارن، من حرف آقای شریعت مداری، منم با آقای شریعت مداری اینجا موافقم. زیر هیچ مذاکره‌ای، زیر هیچ گفتگویی که شرط بذارن و بعد ته مذاکره تعیین کنن، قطعا هیچ آدم عاقلی نمیره. ولی اینطوری نیست. زندگی دیپلماتیک و منافع کشورها حکم میکنه. ایران به همون دلیل که قدرت منطقه ایست و میتونه بازی امریکا رو به هم بزنه، امریکا میفهمه چرا باید سر مسئله هسته‌ای ایران باش مذاکره کنه. به خاطر اینکه مسئله هسته‌ای ایران، ایران رو بالقوه تبدیل به یک توازن قوا با اسرائیل میکنه و این به ضرر منافع امریکاست. امریکا توی اینجا میاد جلو، شما هم باید بیاد جلو. بر اساس یه منافع مشترکی تعریف میشه، مذاکرات تعریف میشه، گاهی اوقات امتیاز گرفته میشه. فقط من اتفاقی که میخواد بیفته اینه که میگم در هیچ موردی مثل توهین نمیخوام بکنم، واقعا اصطلاحایی که من چون بحثای سیاسی میکنم قصدم جسارت به هیچ کی نیست، تفکرات دایجان ناپلئونی نکنیم. اینی که بگیم کار انگلیس هاست اصلا هیچ کاری نمیشه کرد نکنیم. کشورهای شمال افریقا اینی که میگن این بوده، خیلی خوب، در تونس و مصر و اینها بخش مهمش به خاطر تحقیر ملت هاشون بوده، ملت تحقیر شده اومده تو خیابون. مهم درسته دین اسلام یک راه حلی بوده براشون، الاسلام و یعلو و لا یعلو علی، ولی به این مفهوم نیست که ما فکر کنیم اونجا یک انقلاب اسلامی صورت گرفته. بله انقلاب اسلامی هم در اونجا اثر گذاشته، ولی تحولات شمال کشورهای شمال افریقا بخش مهمیش به خاطر توهین، بیتوجهی که دولت‌های اونها نسبت به حقوق مردمشون، نسبت به منافع مردمشون، احترامی که به مردم نمی‌گذاشتن به وجود اومده. تحقیر شدن. تحقیر بدترین چیزیه که مردم رو به خیابون میکشونه. و وقتی شما و اگر این تحقیر زمان شاه نبود، انقلاب ایران عقب میافتاد. آقای شریعت مداری، دولت شاه متکبر بود، میخواست، فکر میکرد که میتونه از موضع بالا با مردم مسلمون برخورد کنه، و امام خمینی از این فرصت استفاده بسیار عالی رو کرد و تونست این تجمیع رو ایجاد بکنه. به نظر من البته نمیخوام بگم که الان اطلاعات کافی دست من هست که بگیم مذاکره چیش خوبه چیش بده. من آدم گوشه خیابون افتادم، من اصلا کار سیاسی نمی کنم، نه حزب دارم نه روزنامه. من به لحاظ تحلیلی میگم اگر این شرایطی باشه که منافع کشور تأمین بشه، یک هیئت قدرتمند، یک هیئتی که به لحاظ کارشناسی توانمند باشه با یک دستور کار مشخص و بتونه از منافع کشور دفاع کنه و شرایط زندگی مردم رو بهبود ببخشه، میتونه اثر باشه. اینی که حالا فکر کنیم مذاکره شروع شد، قیمت ها میاد پایین، فلان اتفاق میفته، منم موافقم که بخشی از اینا به خاطر سوء مدیریته. ما همونطور که با تورم پولی مواجه هستیم، با تورم
نمیخوام این حرفو بزنم، با تورم تخلف مواجهیم، با تورم عبور از قانون مواجهیم، با تورم زیر پا گذاشتن همون موازینی که خودمون پذیرفتیم مواجهیم. شما اینجا صندوق ذخیره، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی رو گذاشتید، هیئت امنا براش تعیین کردید. هیئت امنا از سه قوه است. دولت شما اومده این هیئت امنا رو منحل کرده و این رو داده به یک کمیته اقتصادی دولت، صندوق دولت شده. ارزی که باید تو پشتوانه استراتژیک کشور باشه، این کی میخواد جلوشو بگیره؟ آقای شریعت مداری، به نظر من شما مسئولید نسبت به این دولت. اینو من شوخی نمی کنم، به خاطر که شما از همه هم شجاعانه تر ایستادید در سال 84 و سال 88 و از این دولت دفاع کردید. من اصلا قصدم این نیست که جسارت کنم به این دولت. رفت داخل نداره بس، رفت داره رفت داره نه من ببینید آقای جی، موضوع بحث، موضوع صحنه عوض نشه. من ببینید عرض کنم، این که ما بایستی با اقتدار وارد بشیم در حریف اثر بگذاریم، این حرف درستیه، کسی اینو نفی نکرده. فرق ما اینه با آقای عسکرزاده. آقای عسکرزاده میگن ما بایستی با اونا وارد مثلا فرض کنیم نوعی تبادل و تعامل بشیم، نتیجه من میگم ما فعالیت داشتیم، فقط فرقمون اینه که ما فعالیت رو در میدان دشمن بازی نکردیم. وگرنه اگر ما فعالیت و ما اگر حرکت نداشتیم که وضعیت امروزی پیش نمی اومد. و من بحثای دیگه هم هست، مثلا آقای عسکرزاده میگن لالا این انقلابا خیلی اصلا، نه اینا انقلابهای اسلامیه، اینا حرکات تثبیت شده است، حرکت رو به نتیجه رسیده است. بحثایی هستش که من نمیدونم. شما من خواهش میکنم چون نکاتی مطرح کردن، اجازه بدین که من به اون بعضی از اون بخش‌ها هم بپردازم. مثلا فرض کنید میگن تحقیر آزادی، کجای دنیا، من از ایشون پرسوال میکنم، کجای دنیا کدوم انقلاب تا حالا در دنیا سراغ دارید که بعد از پیروزی حتی یک بار مقبولیت و مشروعیت خودش رو به نمایش مردم، به رأی مردم گذاشته باشه؟ خیلی من چرا این کار، چرا این آیا اصلا یه دقیقه شما تمام شدن؟ ببینید من خیلی نمیخوام صحبت کنم، من میگم که یک تمدن، اگه ما داریم تمدن سازی میکنیم، باید قادر باشه سوالهای جدید به چالشها بده. اگر شما پاسخی که میخواید به چالشهای جدید بدید پاسخهای قدیمی باشه و تکراری باشه، در جا خواهید زد. آقای شریعت مداری، این نوع نگرش شما یعنی بنبست و این انقلاب مخملی است علیه تفکر انقلاب که بسیار خلاقانه. من تفکر انقلاب رو بسیار خلاقانه میدونم، هنوز دفاع میکنم از انقلابم و فکر میکنم این انقلاب توانایی این رو داره که اثرگذار باشه توی منطقه، توی دنیا، به شرطی که بتونیم خوب مدیریت کنیم. عقلانیت، خردگرایی بسیار مهمه برای تصمیم گیری ها. اینی که ما همه چیزها رو بدیم به یه گروه، یه تیم، اونها رو فرزند بچه خدا بدونیم و پسر پیغمبر بدونیم و فکر کنیم اونها مقدسن و بعد حالا که خرابکاری کردن عقب بشینیم و بگیم ما که نبودیم، ما که گفتیم، ما ببینید مسئولیت باید بپذیرید. همونجوری گفتم. بسیار. 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 ان شاء الله امیدوارم که خب خیلی سپاسگزارم. حالا شاید شما میگید خردگرایی. حالا شاید بفرمایید مصداق خردگرایی چیه؟ مصداق خردگرایی تعبیر دادن من نشون میدید به من روی اگه جسارتشو اسخایی کنم، اگه روی مانیتور به من نشون بدید ممنون میشم. بله، 76% پیوند عمیق ملت و نظام اسلامی، 52% ضعف داخلی بین المللی آمریکا، 13.1% قدرت گفتمان انقلاب اسلامی گسترش آن و 57% پیوند عمیق منافع رژیم صهیونیستی با آمریکا. یعنی جواب به سوال این که علت شکست سیاست آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران چیست، همون پیوند عمیق ملت و نظام اسلامی است که امیدواریم
همچنان این حفظ بشه، مستحکم بشه. این گفتگوهایی هم که میبینید، این گپ و گفتگوهایی هم که میبینید قطعاً در جهت تنویر افکار، در جهت استحکام دادن به همین قدم هاست، به همین دید هاست که دیدهای مختلف بشینن با هم گفتگوی سالم و راحتی داشته باشن. ما سعی میکنیم این فضا رو همچنان ادامه بدیم. ما 2 ساعت شد تایممون. خیلی تشکر میکنیم از مسئولان شبکه، از مدیر شبکه، از مدیر پخش شبکه، و انشالله که بتونیم هفته بعدم خدمتتون باشیم با برنامه خوب. از همکاران باشگاه خبرنگاران مازان تشکر میکنم. التماس دعا، خدایا نگهدارتون. ما جمعه را به عشق تو تعطیل کردیم. السلام علیکم یا صاحب السلام.